پس به نوعی بازم با شما چکار کردم؟ وابسته به خود کردم. علاوه علمی تفریح پیدا میکنیم با مقالاتی که در اینجا ثبت میشه، اما اگر خواسته باشه مقالات رو بگیریم بازم به چی نیاز داریم؟ به پول نیاز داره که پول پرداخت کنیم. به این پایگاه ها نگاه میکنیم که پول های خیلی کلانی میتونم به دست بیارم. مخصوصا نگاه میکنه الزیویر از جمله از اون پایگاه های علمی که در دنیا خیلی معتبره. اگه شما این سرگذشت از این نگاه میکنه برمیگرده تقریبا به سال 1580 میلادی. روم افتیده هستی که الزیویر نگاه میکنه که بلوان یک فردی در هالند در شهر رایدن هالند هسته. میه چکار میکنه؟ میه که یک چاپخانه بسیار بزرگی یک فردی به نام لوتوی الزیویر میه ایجاد میکنه. در سال 1800 میلادی نگاه میکنه که اون گسترش تغییر و در قرن 20 کارایی از متفاوت میشه. مخصوصا بعد جنگ جهانی دوم از سال 1947 میلادی به این وقت ما نگاه میکنیم، میای اینا سرمایه گذار رو مجلات و ژورنال های علمی میکنن. میگن که به این بابت ما میایم، تا قبلا ما کتاب ها رو میگرفتیم به کار میکردیم، حالا که رو مجلات و مقالات میایم این کار انجام میدیم. و به همون ترتیب ما نگاه میکنیم که مثلا کشور دیگه مثل کانادا میایم و پایگاه علمی تامسون ساینتیفیک ایجاد میکنه اینا، که باز اونا میان از او استفاده میکنن. در محدوده سال 1970 میلادی اونا به این فکر میرسن که کار انجام بدن. ای باشه. و متاسفانه اینه که کشورهای اسلامی از این بابت ضعیف بودن، نتونستن کاری انجام بدن. علت ضعف اینا میبوده که لحاظ علمی اهمیت چندان ما به علم قائل نمیشده و همون خاطر از این بابت ما شما عقب مونده. در حال که ما میبینه قرن 21 هستی، حتی در کشورهای اسلامی به فکر ازی شدن که گذشته خود خود چیکار کنن؟ جبران کنن، که در حال بتونه گذشته جبران کنن. و همون خاطر هم هستن که اینا بیا بودن سرمایه گذاری کنن. از جمله کشورهایی که ما نگاه میکنیم معمولا از سال 1996 تا 2019 که آمدن سرمایه گذاری کردن 40 کشور که بیشترین مقدار یا پولی که سرمایه گذاری که در تولید ناخالص ملی خود رو بر روی کارهای تحقیقاتی ما نگاه میندازیم، در رأس از این کشورها یا کشوری که شاید به ذهن ما شما نرسه اسرائیل. اسرائیل بیشترین میزان سرمایه گذاری رو داره. بعد از جمله کشورهای اسلامی که ما نگاه میکنیم که کدوم کشورها در مابین از یه چهل تا نقش دارن، فقط سه کشور شما میبینید. کدوم کشورها ما نمیتونیم بگیم به صورت کامل، مثل سنگاپور مسلمان بودن اینه که بگیم 100% مرد مسلمان هستن نمیشه گفت، یا مالزی به همون صورت هستن. فقط یک کشور دیگه باقی میمونه، امارات متحده عربی، که اون هم نقشی داره در کشورها. پس سه تا کشور میشن سنگاپور، مالزی، امارات متحده عربی. و یک کشور دیگه هم هستی که کشور آخر میشه که او هم چون مدت‌ها با اروپایی ها هم مرز بوده ترکیه. ترکای ترکیه هم یک کار انجام داده میرن که در زمینه کارهای تحقیقاتی ما بیان سرمایه گذاری بکنیم. اما حالا در رنکینگ جهانی که QS در سال 2024 دانشگاه‌های مطرح دنیا که 1500 تا دقیق‌تر بگیم 1499 تا دانشگاه برتر دنیا مورد ارزیابی قرار میده، ما نگاه میکنیم که کشورهایی که اولا در رنکینگ اینا میاین، فاکتورهایی که در نظر میگیرن سه فاکتور. اولین فاکتور اینه که پایداری یا ثبات نشه مقدار میشه. دومین فاکتوری که اهمیت داره اینه که آیا کسایی که فارغ التحصیل میشن زمینه اشتغال چه مقدار فراهم میشه؟ و سومین فاکتوری که برای از این اهمیت داره در زمینه مقالات علمی یا بین المللی چه مقدار اینا نقش داشته؟ چه تعداد تونسته بودن این مقالات علمی یا بین المللی اینا رو بگیرن منتشر بکنن؟ پس اینا میشه معیارهایی که برای از اونا اهمیت داره میشن، برای اونا داره اهمیت میشه. بفرمایید. در سلام و ادب دارم خدمت تمام اساتید گرامی و خصوص شما. جناب استاد، به نظر شما یعنی یک عاملی که با تقریبا از چاپ و نشر و پخش مقالات علمی پسماندیم و اگر یک عقبگرد بکنیم به گذشته، تنها عامل به نظرم کم ارج نهادن به علم نبوده که مسلمان ها در این زمینه عقب موندن. به نظر من یک از جمله عوامل بسیار مهم مسائل سیاسی اونها بوده و در تاریخ مطالعه بکنیم این عمله مغول ها به کشورهای اسلامی بود که حتی در بغداد بیشتر از منابع علمی مسلمان ها تا جایی که توانستن آتیش زدن و تا جایی که نتوانستن به رودهای دجله و فرات انداختن، که حتی بینن از اثر جوهر و مرکز اتفاقات در دریا افتاد دریا سیاه شد. و بعض از عوامل دیگر مثل شد جنگ های فکری باشه که از قرن تقریبا 4 و 5 هجری به بعد شروع شد و کم و کم
مسلمان ها به طرف انزوای فکری کشیده شدن و تنظیمات خلافت اسلامی رو به طرف افول و شکست رفت. یعنی به نظر میده مهمترین عامل اینه که یک دست بیرونی مسلمان ها رو کنترل میکرد و در کنار از اون مسائل سیاسی که حاکم بود و کشورها اسلامی سبب شد اونها از این مسئله مهم عقب بود. ببینیم یک جامعه شناس غربی به نام برنارد لوئیس مدت 15 سال از ابتدای خاورمیانه میگه افغانستان به انتهای خاورمیانه میگه لیبیه یه تحقیق میکنه در بین کشورهای اسلامی بعد از 15 سال نتایج تحقیقات خود رو منتشر میکنه. میگه صحبت که میشه میگه در مورد کشورهای مثل افغانستان کشورهای دیگه مثل ایران همسال از اینها اینا میگه تحقیقات انجام میده تا به ترکیه و کشورهای آفریقایی میرسه. نتایج تحقیقات از این چیه؟ میگه ما به تمام از این کشورها که مراجعه کردیم عامل عقب ماندگی خود فر استعمار میپنداشتن. گفتم استعمار عامل چیه؟ اما چیزی که شما میگه دستهایی از پشت پرده از بیرون میاد ما چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. گفتم ما رسیدیم به کشور ترکیه. به کشور ترکیه رسیدیم. تو به ترکا که رسیدیم گفتم که اونا نمیدن که بگن که علت عقب ماندگی ما بیگانه های هم. گفتم چرا ما از اروپا عقب موندیم؟ زمانی که بحث چرایی مطرح میشه شما دنبال راه حل میگرد. ببین دیگه چه باید میشه؟ نمیگه گناه خود خب بوز بلاگردان بش باشیم به گردن دیگران بندازیم. این به درون خود خب چرا ما اون وامسال من میگم زمان هارون رشید که شروع میشه مأمون و بعد امین عباسی خوشون دوران بسیار خوب میشه. بیت الحکمه داشتن قبوله کتابخانه‌های خیلی خوبی داشتن دانشمندای بسیار بزرگی مثل محمد ابن موسی خوارزمی جابر ابن حنبل محمد ابن زهری رازی نگاه میکنید که ابو ریحان بیرونی ابن هیثم دیگه ابو علی سینا فارابی نگاه میندازیم اینا دیگه اندیشمندای دیگه داشتن مثل حکیم عمر خیام اینا رو داشتن آدمای بسیار توانمند بودن. در زمینه اپتیکال فیزیک نگاه میکنید که ابن هیثم یک از کسایی که بیان که بده گفتن داره. حتی روزی که برای داروسازی و دواسازی در نظر میگیرن روز تولد که محبرت محمد ابن زکریا رازی در نظر میگیرن به کسی که اروپایی ها میگن مورد بررسی قرار میدن هزار سال پیش که فرد مثل ابو ریحان بیرونی میای محیط زمین محاسبه میکنه و حالا اینا میایم با جدیدترین امکاناتی که ناسا یا آمریکا داره محاسبه میکنه نگاه میکنه که 1-2% با هم دیگه این اختلاف دارن و هم وسیله بسیار ابتدایی به نام استرلاب که میای اندازه‌گیری ها رو انجام میده. خب این نشان دهنده اینه که این محیط استعداد داشته توانایی داشته اما شاید ما افرادی بودیم که وارثین خوبی برای از اونها همیشه گناه تو گردن از اون نندازیم در موقع به خود هم رجوع بکنیم ببینیم که گناه یا عیب کار کجا بوده چرا ما به حال روز افتاده چرا ما میتونستیم یک نهضت ادامه بدیم اما ادامه ندادیم اتفاق افتاد حتی شما دقت بکنید یکی از چاله هایی که ماه داره کره ماه داره به نام ابو ریحان بیرونی میزنه یکی از اندیشمندای ما شما که از اندیشمندای اول مسلمانی که جایزه نوبل گرفت پروفسور عبدالسلام در پاکستان میگه اینا یه اتفاقا زمانی که میه مورد ارزیابی یک کتاب در کتاب بسیار خوبی در فرصت که حتما مطالعه بکنید اینا یک کتاب 200-300 صفحه‌ای در بسیار زیبا اینا در اینجا میه مورد ارزیابی قرار میده میگه زمانی که ما میه نگاه میکنیم ابو ریحان بیرونی رو با گالیلو گالیله مقایسه میکنیم میگن این در زمان خود خود آلبرت اینشتین بود یعنی این توانایی رو داشت اما متاسفانه ما نتونستیم که او ادامه بدیم. یک دلایل شما نگاه کن مقدمه ابن خلدون مقابل که مطالعه میکنید در مقدمه ابن خلدون بسیار زیبا عبدالرحمن ابن خلدون یه بیان میکنه اتفاقا از سلسله های حکومتی که عبدالرحمن ابن خلدون یه مورد ستایش قرار میده ممالک مملوک ها هستن اینا یه مورد ستایش قرار میده دلیل بخاطر چی میگه ممالک یا مملوک ها اینا افرادی بودن که بیشتر سیاح بودن بیشتر کشتیبان بودن، ملوان بودن، به کشورهای مختلف میرفتن، اینا سفر میکردن. بعد از اون میان کشورهای مختلف نتایج خود رو میآوردن در اختیار مردم قرار میدن. اگر فرصت که دنیا کتابی است به نام صنایع تکان دهنده تاریخ اسلام از دکتر محمد عبدالله عنوان. بسیار کتاب خوبیه که بیشتر تاریخ اندلس مورد ارزیابی قرار میده. و اندیشمندایی که در محیط اندلس هستن معمولا با اندیشمندایی که در تمام جهان اسلام هستن متفاوتن. کسی که در زمینه علوم دینی هم مطالعه میکنه میفهمن که عبدالله ابن حزم اندلسی بسیار آدم فهیمی نگاه میکنه در قرن 8 یا 9 میلادی ابو اسحاق ابراهیم شاطبی بسیار آدم توانمند میبینه و حتی در زمینه عرفان شما میبینید شیخ محی الدین ابن عربی نگاه میکنه که آدم متفاوت‌تر با بقیه هسته و به همون پیمانه اینا چون با اروپا همسایه بودن یا نزدیک بودن قاعدتا اینا میتونستن متأثر بشن
و میتونستن افراد بسیار خوبی باشن که میتونن باید تفکر یا در زمین فلسفه شما نگاه کنید. ابن رشد بسیار آدم توانمندیه. این هستن کسایی هستن که در این زمین ها میتونن دفت داره گفتن داشته باشن. و حتی اروپایی ها بنای خود خب وامدار یا مدیون ابن رشد اندلسی میدارن که میگن که باعث رشد و باعث ترقی و باعث ایجاد افکار جدید در مابین ماها اینا شدن. و تمام چیزی که شما میگیم کتاب ها از بین رفت، قبول داریم کتابخانه از بین رفت. در جنگ جهانی دوم زمانی که آلمان نازی اردوگاه یا آشویتز ایجاد کرده، ببین شما مطالعه کنید کتاب اسمش انسان در جستجوی معنا از دکتر امیل ویکتور فرانکل، بسیار زیبایه. خود از یک یهودی در اردوگاه آشویتز میای بیان میکنه که چه اتفاقایی برام افتاد. بگه تعداد بسیار زیادی که وارد از اردوگاه میشدن شاید یک نفر زنده میمونده، داره دیگه همین که چیکار میشدن کشته میشدن. در همون محدوده هم که بود که یهودی ها تحت فشار بسیار زیادی بود دست از تلاش برمیگشتن، میگفتن به خاطر چه میگفتن جنگ خلاص میشه اما تلاش علمی و کوشش علمی خلاص نمیشه. ما متاسفانه شاید در یک محدوده از زمان اصطلاح به کار بگیرم معذرت بخوام، ما به تعطیلات تاریخی رفتیم تا بالا که تعطیلات تاریخی هم ور نگشته این تعطیلات نیست که برای ما شما خیلی خوش گذشته و همون خاطر هست که ما نمیتونیم. اگه ما به متون خود خواهم مراجعه میکنیم میگه لیس لنسان الا الیسر انما العسر یسرا، یعنی خداوند در درجه برای ما میگه هیچ چیز بدون تلاش و کوشش به دست نمیاد، بعد از هر سختی آسایشی به ما میشه. ما اینا رو میفهمیم اما در زندگی خود که چه مقدار پیاده میکنیم الله اعلم. بسیار از جمله عواملی که شما میگه عقب ماندگی ما آیتم هایی داره، ولی بحث از اون نمیشه اینه که چه آیتم هایی باشه. آیا مشکل و مشکل حکومت های مثلا هزار فامیل بوده، مشکل حکومت های سلطنتی بوده، مشکل پادشاه ها بوده، مشکل همسایه ها بوده، ذخایر معدنی که داشته، مشکل فرهنگی بوده، مشکل علمی بوده، مشکل ارضی بوده که ما عنوان مثال میگیم که علاز دینی بوده، کدی که از این آیتم ها میتونه باشه که مشکلات ما باشه که باعث بنی از عقب گرد ما شده باشه و ما نتونیم به سمت جلو حرکت بکنیم. اینجوری ما در درخانه خلدون برش گفتم در مقدمه خودم بیان میکنه، میگه که عبدالرحمن ابن خلدون در سال 1313 میلادی فکر میکنم وفات میکنه. این باشه وفات از اینه. در اون محدوده میه باید که میگه میام به محدوده مدیترانه. مدیترانه کدوم اسمت یا هم محدوده که حالا که ما سوریه کاملی میگه به این محدوده میام. و ما رو داریم که سوریه برای مدتهای مدیدی تحت حکومت کیا بودن؟ رومی ها بودن، رومی که پایتخت میشه قسطنطنیه میشد تحت حکومت از اینا بودن. میگه زمانی که تحت حکومت از اینا بودن ما بیامدیم یک طرف دره یا کوه که مسلمان ها بودن، یک طرف دره اینا ها بودن. میگه به این طرف ما از علوم مثل فیزیک، مثل شیمیا، مثل ریاضیات، مثل بیولوژی که صحبت میکردیم، میگه برای مردم تابو بودن، بهتر این علوم علومی هم و برای ما قابل قبول نبودن، مورد پذیرش قرار نمیگرفتن. تحقیقی که بی بی سی انجام داده بود و همه محدودی قرن 21 برای کشورهای اسلامی انجام داده بود و نتایج به دست داده بود چی بود؟ در کشورهای اسلامی در زمین علوم ساینسی با بی‌مهری میان برخورد میکنن. علاقه به علوم ساینسی در مقابل مسلمان ها چیه؟ کمه. شما اگر دقت بکنید، ما اگر بیم ادوار تاریخی دستبندی بکنیم، تاریخ به چند دسته در دستبندی میشه؟ یکی میگیم که ما یک انقلاب داره تحت ما ریکادنیشن ریولوشن، انقلاب شناختی داره. بعد از انقلاب شناختی برای ما نشما اگریکارچر ریولوشن میشه، انقلاب زراعتی میشه. خوشمند در دیم که اندستر ریولوشن انقلاب صنعتی میشه و بعد از این میگیم ساینتیفیک ریولوشن انقلاب علمی میشه. شما دقت بکنیم سه چهار تا انقلاب های بسیار مهم در سه چهار کشور دنیا اتفاق افتاد. چرا این انقلاب ها در مقابل کشورهای اسلامی اتفاق نفتاد؟ یکی دیگلوریوس ریولوشن انقلاب شکوه هم میشه. انقلاب شکوه هم در سال 1688 میلادی در کشور انگلستان رخ میده. دقیقا 100 سال بعد از او در سال 1760 میلادی تقریبا میشه گفت که انقلاب صنعتی در انگلستان رخ میده. در سال 1779 میلادی انقلاب کبیر فرانسه رخ میده. در سال 1789 استقلال آمریکا رخ میده و در سال 1868 میلادی انقلاب میجی که سلسله توکوگاوا در ژاپن از بین میره او به وجود میآید. چرا یکی از این انقلابات در کشور اسلامی ایجاد میشه؟ هر کدوم از اینا رو شما میبینیم باعث بانیزی شده که کشورها به سمت چی برن؟ رشد تعالی برن. شما ژاپن میبینیم خیلی رشد کرده، فرانسه میبینیم خیلی رشد کرده، آمریکا میبینیم خیلی رشد کرده، انگلستان میبینیم رشد کرده. دلیل از چی میبینیم؟ چه چیزی بوده که اینا روش کردن چرا ما نکردیم؟ مثلا برای شما گفتم در سال 1960 میلادی جالب کردیم یه جیمز ویزا ایجاد کردن. حالا که شما میفهمیم مثلا امارات متحده عربی گلدن ویزا ایجاد کرده، درست شد چند سال بعد از ایجاد کرده؟ تقریبا 60 سال بعد از اینا به نتیجه رسیدن که ما تحت عنوان گلدن ویزا داشته باشیم، یعنی ویزای طلایی داشته باشیم که برای افرادی که توانمند یا نخبه هستن اینا رو بتونیم
جذب بکنه. یک مقدار موقع شما دیرتر بوده، البته نه اینکه بگیم که جهان اسلام یا دندشمانده جهان اسلام ترتیب بودن، نه، بلکه در محدوده سال 1850 تا 1880 نگاه میکنه، مرحوم سید جمال با سفری که به سن پترزبورگ روسیه میکنه، بعضی که برمیگرده میگه قدرت غربی ها از کجا، از مکانهای به نام مکتب که از اونها میتونن ماشین بخار بسازن یا کشتی بخار بسازن یا امثال از اینها بسازن. یک مثال عینی برای شما میزنم. در سال 1444 میلادی یوهانس گوتنبرگ دستگاه چاپر میدونه ایجاد در کشور آلمان ایجاد میشه. از اون منبع صنعت چاپ در مقابل کشورها میه که کشورها بهتر میدونن کتاب ها در اختیار مردم قرار بدن. در همون محدوده نزدیکترین کشوری که به اروپا و به یونان هسته کده کشوره؟ ترکیه. ترکیه. ترکیه هم میگه. ترکا دقیقا 250 سال با این مقابله میکنن که دستگاه چاپ نهید کشور پایی سکن. دلیل از یک مورد ارزیابی قرار میدم، میگم به خاطر چی بوده؟ میگن که مفتی اعظمی که در شهر استانبول بوده میگه که این فتوایی که داده گفته اگر دستگاه چاپ قرآن تحریف میشه و به همین خاطر ما جلو رو از این میگیره. اتفاقا برعکس از اون ارامنه و یهودیایی که در اونجا زندگی میکردن اونا بیاوردن، اما مسلمان ها اجازه استفاده کردن نداشتن. شما فکر بکنید 250 سال ما با یک صنعت و صنعت چاپ میگیریم ما مقابله میکنیم که مانع از گسترش چی میشیم؟ علم بشیم در جامعه ما شما بشیم. اینا چیزایی است که معمولا در طول تاریخ اتفاق افتاده، اما حالا کشورهای اسلامی که گفتم برای شما آگاه‌تر شدن، اینا مخصوصا کشور مثل عربستان سعودی که امثال از اینها، اینا بیامدن دیگه چی فکر میکنن؟ دیگه کشورهای مورد نظر مخصوصا از سال 2018 تا 2022 کشور مثل عربستان سعودی 3 تا دانشگاه بسیار برتر یا 2 تا دانشگاه بسیار برتر داره که در همین رنکینگی که کیورس معرفی میکنه، یک دانشگاه ملک عبدالعزیز، یک ملک فهد. ملک عبدالعزیز رتبه 143 داره و ملک عبدالعزیز 143 و ملک فهد 173 داره. یک دانشگاه قطری، دانشگاه کاسه، دانشگاه قطر او رتبه 180 داره. تعداد دانشگاه‌هایی که عربستان سعودی داره، کل دانشگاه‌های خصوصی و دولتی عربستان سعودی 42 تا. از این 42 تا 30 تا یا میشه دولتی و 12 تا چی میشه؟ خصوصی. مثال مقابل رو بزنیم ایران رو با هم ببینیم. ایران تعداد دانشگاهی داره 1276 تا. چند تا دانشگاه داره؟ 1276 تا. از 1276 تا دانشگاهی که ایران داره، 7 تا دانشگاه ایران جزء از 1500 تا محسوب میشن. دانشگاه صنعتی شریفه، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شیراز و دانشگاه مشهد. دیگه هیچ کدوم از دانشگاه ایران جزء از 1500 تا محسوب نمیشن. خب در این از افغانستان میام نگاه میکنیم. افغانستان در سال 1399 هجری شمسی تعداد دانشگاهی که داره 167 واحد. از 167 باب 39 تا یه دولتی مابقی چی هم؟ خصوصی هم این باشه. افغانستان تعداد دانشگاه های یا نسبت به عربستانی که 42 تا داره چند برابره؟ چهار برابره. پس او کشورها بیان چما میگن؟ او کمیت دانشگاه ها کار ندارن، او کیفیت دانشگاه ها کار میکنه. شما دقت بکنید ببینیم ایران با این تعداد دانشگاهی که داره، زمانی که هزینه بحث معارف یا آموزش پرورش رو بحث تحصیلات عالی خود خواهد انجام میده، می سالانه 7 میلیارد دلار میاد خرج میکنه با جمعیت حدود 90 میلیون نفر. با جمعیت حدود چند میلیون نفر؟ 90 میلیون نفر می خرج میکنه. عربستان سعودی قاعدتا جمعیت از ایران کمتر. اگر هر سه کشور عربی، عربستان، قطر و امارات جمع بکنیم، نصف ایران جمعیت میکنه. عربستان سعودی سالانه پولی که صرف بخش تحقیقات رو میکنه 5 میلیارد دلار. امارات متحده عربی 10 میلیارد دلار، قطر 5 میلیارد دلار. شاید قطر جمعیتی به 1 میلیون کردی هم نرسه، خیلی کمتر از این باشه. اینه. پس کشورها ببینید گروه بخش دانشگاه ها خود رو چکار میکنن؟ سرمایه گذاری میکنن. خب به نظر شما معذرت بباشیم، افغانستان سالانه چند میلیارد دلار خرج میکنه؟ اونجوری بودجهش 5 میلیارد نه جناب، یه چقدر شده خرج بخش تحقیقات کنه؟ قبول داشته باشین شما برید کسایی که به جاهای دیگه به خارج از افغانستان درس خوندن میفهمن، استاد راهنمای سوپروایزر ها از اینا گرانت دارن. گرانت یعنی پولی که او مؤسسه یا او دانشگاه در اختیار استاد خود میذاره تا او کارهای تحقیقاتی رو بتونه چیکار کنه، انجام بده. و همون خاطر ما شما هزینه صرف نمی کنه. به اتفاق جالب تر از هم اینه که
تنها قسمتی که در افغانستان بسیار مورد بیمهری قرار میگیره بخش تحقیقات. میشه که به نوعی ما با تحقیقات چیم؟ رفیق نیم، دوست نیم، آشنا نیم. و هر موقع تحقیق میشن تحقیق ما فکر میکنه که اینه که یک مقاله چیزی بدیم به فکر کاربردی بودن و به فکر مفید بودن از تحقیق ما نمیگردن، کمتر میشه میبینه. و همون دلیل هم هست که کسایی از ما و شما که اگر بشناسیم اقوام یا دوست یا رفیق ما و شما باشن، سر نه به تن نه بیارزه و یک مقدار آدمای محقق خوب باشن، در افغانستان جایگاهی ندارن و حتما میرن. یک مثال برای شما از آقای دکتر بیان کرده بودم. یک دو سالی بود دکتر زبیالله منصور در خاطرات رو بیان میکنه، میگه که ما در دوران کودکی که بود به مکتب خانه رفتیم، گفتم متعلمین یا همین دانش آموزه یا کسی که در مکتب خانه میدن برکتن تعریف میکردن به پیش همین معلم ما. معلم مکتب خانه ما میگه آدم پیرمردیه، گفتن که این بسیار با استعداد و با هوش و با ذکاوته. گفت معلم ما بیامد ما امتحان کنه چه کار کرد؟ گفتن بیامد یک شعر بلندی را از مولانا در اختیار میگه، گفتن همین حفظ کن. من به ده دقیقه گفت این حفظ کردم، بعد از این آمدم به ریاضی بخاندم اینا بدون غلط بخاندم. گفت که معلم ما که بود گفت بیامد اگر امتی گروشنگی بزد، گفت که ای جوان گفت چیه؟ گفت تو بدبخت‌ترین مردم این مملکتی. گفتم چرا بدبخت‌ترین مردم؟ گفت که آنچه برای خوبی در این مملکت لازمه تو نداری، اما آنچه برای بدبخت شدن لازمه تو بد کمال داری. مملکت ما همینه. حتی شما نگاه میکنم زمانی که مراجعه میکنم رساله عبید زاکانی که مطالعه میکنم، گفت که پدری بود به بچه خونه، گفت که بابا جان بیا برو کار و حرفه یاد بگیره. میگه بچه از یک مقدار چی بود شوختر بودن، یک مقدار بازیگوشتر بود، این کار انجام نمیده. گفت پسر من کاری نکن که تو به مکتب بفرستم صاحب علم و دانش بشی، دانشمند بشی، اما صاحب رزق و روزی نشی. در ممالک ما معمولا متاسفانه همین رویکرد نسبت به اندیشمندا چیه؟ وجود داره. اون مثالی که در زمان هارون رشید میزنه، در زمان هارون رشید اتفاقا محمد ابن موسی خوارزمی بالاترین جایگاه داره. شما نگاه میکنید در همون محدوده خواجه نظام الملک کندوری که هست، نظامیه ها به وجود، در همین هرات موشن نظامیه وجود داشته، در همین نشابور وجود داره، یعنی اولین دانشگاه ها به وجود آوردن، اما این روند تداوم پیدا نکرد. خب ما بگذاریم، ما بیام بحث علمی خود خود بکنیم. باشه، از این مقدمی بود برای شما گفتم و صحبت های برای شما کردم. انشالله امیدوارم که خاطر شما مکدر هم درده باشه. خب بحث علمی ما رو شما در مورد نحوه نگارش مقالات به علمی بین‌المللیه. ما هایی ببینیم که این مقالات علمی بین‌المللی به چه صورت میتونیم اینا رو نگارش بکنیم، از چه خصوصیت هایی وجود دارن، ندارن، چه ویژگی هایی دارن، چه بخش هایی تشکیل میشن، اینا به چه صورت میتونیم بهترین مقاله ما یادداشت بکنیم. یک بحثی هست که ما اول از همه در مورد بحث مقالات که میکنیم مگر ما پایگاه های علمی بشناسیم که چی هست. از جمله پایگاه های علمی یکی گفتیم الزویره، یکی دیگر هم گفتیم که همون تامسون رویترز. شاید ما بیشتر اسکاپوس شناخته باشیم امثال از اینها. زمانی که میایم مورد ارزیابی قرار میدیم میبینیم الزویر خود به عنوان هم پایگاه علمی اسکاپوس و ساینس دایرکت زیر مجموعه از قرار میگیره. به چه صورت اصلا ساینس دایرکت معمولا که شما مراجعه میکنیم اطلاعات بیشتری برای شما میده، یعنی مقاله در اختیار شما میذاره، اما اسکاپوس که شما مراجعه میکنیم فقط آبسترکت برای شما در اختیار میذاره که در سال 2004 میلادی اسکاپوس به وجود آمد و بعد از اون در محدوده های 2013 میدن که یک نرم افزار بسیار قوی اینا اضافه کردن به نام مندلی که در لندن بود، در شرکت ایجاد کرد، اینم در اختیار ساینس دایرکت قرار داد یا در اختیار الزویر قرار داد. مندلی چیکار میکنه؟ نرم افزار مندلی رو شما میایم بر روی لپتاپ رو نصب میکنه، با توجه به همون آدرس ایمیلی که داریم نصب میکنه، این برای سایتیشن زدن یا ارجاع دادن بسیار خوبه. یعنی قسمتی داره برای سایتیشن بزنیم جا در جا مقاله مورد نظر مشخصاتی که برای سایتیشن یا برای ارجاع شما لازم داریم در اختیار شما قرار میده. این میگیره اونجوری اضافه میکنه و به بردم یک قسمتی داریم که از او باز مندلی استفاده میکنیم که به اینترنت وصل بشه مستقیما همون مقاله با ریفرنس میاد و اونجوری برای شما باخر اضافه میکنه. این هست. این میشه گفت که چیزایی هست که برای از این اضافه کردن که ما بتونیم از اینا نهایت استفاده ببریم. یکی از بهترین راه هایی که برای نگارش مقالات ویژگی هایی که در نظر بگیره اینه که متنی که شما بنویسید ساده و قابل فهم باشه، نه که کوچه بازاری باشه، از اصطلاحات علمی استفاده کنید اما متن مورد نظر شما مبهم نباشه که برای فرد مورد نظر سخت بشه فهم بگیره. به همون خاطر تا جایی که میتونید از ساده نویسی ما استفاده میکنید در نوشتن از اینا. یکی دیگه هم هستی که کاری که شما انجام میدید حتما مگر مطمئن باشین که قبل از این منتشر نشده باشه.
یعنی در جای نشر نشده باشه، که اگر نشر شده باشه مقاله شما از ارزش علمی برخوردار نیست، بلکه به عنوان سرقت علمی محسوب میکنن و شما جزء بلک لیست میکنن که دیگه به هیچ وجه در این پایگاه‌های علمی مقاله نشر کرده نمیتونه. پس این دو تا مگر ما مد نظر قرار بدیم، یکی ساده نویسی به دیگری این چیه مقاله مورد نظر قبلا نشر نشده باشه. قسمت بعدی هدف نهایی که شما داریم یا یکی از اهداف اصلی که از نوشتن مقالات بین‌المللی ما داریم اینه که خلاقیت داشته باشیم، ابتکار داشته باشیم، نوآوری داشته باشیم، اینویشن داشته باشیم، یعنی چیزی باشه که بروز باشه، آپدیت باشه، تا بتونه با جامعه، با مردم، با مسائلی که مردم دست پنجه نرم می‌کنن ارتباط برقرار کنه. نباشه موضوعی باشه برای چند سال پیش باشه حالا که شما خواسته باشیم این کار تحقیقاتی انجام بده، بلکه نوآوری به این خاطره که شما بتونید مسائل مشکلات یا همون چیزهایی که برمان موانع اجتماعی در جامعه در نظر میگیریم اینا رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم و بتونیم گوشی از این مشکلات رو حل بکنیم. یک قسمت دیگه که برای ما مهمه بفرمایید. چون جناب سلام قسم بکرسم که معذرت احسان دارم، سوالات میشه در لابلاب پرسن کنیم یا با میشه بپرسن بلیا همین قسمت قیدی که شما فرمونید در مورد عنوان رای قبلا در مورد تا چی حد یک نویسنده شاید یک موضوعی مثلا در یک کشور دیگری کار شده و ما مهم در افغان همون مطالب موردی رو فرق میکنم. بله مطالب روش مطالب موردی فرق میکنم. آیا مشکل اینجا هم تا چی حد ببینیم هر چیز ببینیم من میگفتم برای شما به قصد مقدمی که بود یه کاملا برای شما عرض میکردم بیان میکردم. بعض مواقع هست رو از این بحث که میکنه صحبت میشه شما به عنوان رساله میگیم که از همه که مهمتر اینه که عنوان یک رساله رو برمیداریم، اما عنوان رساله چکار شده قبلا کار شده. اندیش من دومیه ذهنیت اینه میگن که این فرد مورد نظری که به موضوع نگاه کرده از یک زاویه نگاه کرده، این فرد دیگه زاویه چکار میشه فرق میکنه، تفاوت داره اینا. مگر این تفاوت بیاندیشیم که شماها دو نفر که هستیم هر دو تا یک فکر اندیشه نداریم، مگر اینکه فرد مورد نظر خواسته باشه که خدای نکرده کمون کار رو چکار کنه. حتی برای شما این بگم کسایی که داوری مقاله شما میکنه، هر مقاله که شما میفرستیم برای داوری کردن به هر ژورنال بنویسید 3 تا 4 تا داور علمیه داوری میکنید. اگر اونا پی ببرن که مقاله شما نوآوری نداره، مقاله شما از جای کپی پیس شده، بی برو برگرد مقاله شما و همون مؤسسه شما چکار بکنن به رخ نیست بکنن. میگن که اینا سرقت علمی انجام میدن. یعنی باید بفهم اگر شما موضوعی هم هست انتخاب کردیم مطالعه موردی شما فرق میکنه. همین موضوع انجام بشده در کجا بوده، مثلا در اسلام آباد یا در تهران یا در یک شهر دیگه بوده، اما مطالعه موردی شما کجا بیارین؟ هرات بوده. خب قاعدتا شما پرسشنامه‌ای که میایین جیگا مطرح میکنید با پرسشنامه‌ای که مثلا در کشور بوده آیا شما شرایط محیطی رو در نظر میگیریم یا نمیگیریم، آیا تابوهای محیطی رو در نظر میگیریم یا نمیگیریم. شاید در مملکت ما شما بشه بعضی مسائل که مطرح میکنید بر مردم هنوز که هنوز تابو باشه، هنوز که هنوز مردم بر اون عکس العمل نشان بدن. بفرمایید استاد واسه همانندجویی مثل پایان‌نامه‌ای میتونه میشه در مقالات هم هست مثلا همانندجویی بزنیم تا بیشتر سعی کنیم یک لحظه بعد اونجا که پلاگیریز چکر داره اینا قرار بده مقاله شما میل بزنه اگر 20% مشابهت داشته باشه مقاله شما ریجکت میکنه بگه دوزی کرده باشه. نمیشه قبل از اینکه ما مورد اتهام قرار نده از دیگه وسیله استفاده کنیم ببینیم خاطر خوب هست چرا نیه هست. مثلا ببینیم برای از اینکه شما خواسته باشیم میزان مشابهت رو کم بکنیم راه داریم، اینا راه داره که میزان مشابهت رو کم بکنیم. شما قاعدتاً اگر پیش زمینه یا اینترودکشن از مقاله خود می‌نویسیم از مقالات دیگه به عنوان ریفرنس یا ارجاع می‌گیم استفاده می‌کنیم. قرار نیست شما همون کپی پیست کنیم، بلکه مفهوم از اون با ادبیات خود خوب بیان می‌کنیم. ولی ارجاع شما اونه، همون مستقیما نمی‌گن قبلا نبودن. تا 10-12 سال پیش مثلا نگاه می‌کردیم که بس نبود. ابسطی که دزدی علمی یا سرقت علمی صورت گرفت مجبور شدن این کار رو بکنن. حتی در بحث کسایی که در ایران درس خوندن در بحث پایان‌نامه های رساله ها می کار نبود، ولی حالا دانشگاه ها هم این کار رو میکنن که بحث ایراندار کسایی که بودن میفهمن که این کار انجام میدن که اگر شما 20% یا 25% مشابهت داشته باشه رد میکنه از شما. این به خاطر همینه که جلوگیری از چی بشه سرقت علمی و بایستازی بشه که تولید علم در جامعه باشه، پویایه علم در جامعه باشه. در غیر از این صورت خیلی کسا هستن که مدرک گرا، یعنی فقط به فکر چی هستن؟ مدرک هم همون مدرک میگونن. شما خصوصا در کشورهای ما افغانستانی بیشتر ذهنیته. شما محصل میگونیم به سر سمت بیاریم، هدف محصل میگونه سر سمت چیه؟ میگونه که من همون مدرک بگیرم دیگه، به فکر یادگیری نیه. خیلی کمه که به فکر یادگیری هستن که بخواسته باشین یاد بگیرن. بله هسته شما رای میکنیم
به داخل اینترنت هم هست، میتونید مطالعات جدید شکر استفاده بکنید. حتی شما سایتای داره مثل گرامرلی، گرامرلی سایت داریم، اینا میگیره برای شما علاوه گرامری مورد ارزیابی قرار میده، میزان مشاورت داره برای شما. اگر کسی داشته باشه که مثلا مستر کارت داشته باشه، پول بیشتر میگیره، کارهای بیشتر برای شما انجام میده، کار انجام میده. یا دوستای داشته باشیم به ترکیه یا کشورهای دیگه داشته باشیم، اینا برای شما انجام میده. اونا پیشرفته ترن در کشور ما، شما شاید امکانات کمتر باشه، ولی کشورها معمولا از اینا نهایت استفاده میبرن. من برای مقاله خود میام، برای اینکه مقاله دوم چاپشون مجبور شد، من یک دوستان در استانبول ترکیه درس میخوام، برای ازو ری کردم، هم علاوه گرامری مورد ارزیابی قرار دادم، چون به خاطر قاعدتا ما شما زبان دوم ما ندیگه درست شد، او زبان مادری ما نیه، اما لکه مسئله دو شد، هم زبان مادری هم شما خیلی بورسین شد فعل و فاعل و مفعول نه فهمی که کجا هست چه کار میشه اینا، چه برسه به زبان یک بیگانه که ما بیایم مورد ارزیابی قرار بدیم، چون زمان ما میتونیم در مورد یک مقاله انگلیسی به قضاوت بکنه که اول زبان خود رو خوب بفهمیم که چیه، بعد از به زبان دوم و بر از اونا فرستادم اونجا اونا میگرفتن واسه چیکار کردن مورد ارزیابی بردن نتیجه بره بدادن. بعد از یک سال که 4 تا داور مورد ارزیابی قرار داد، به سال 2023 بود که مقاله مورد نظر من اکسپ شد و چاپ شد. یعنی واقعا بگم یک سال تمام طول کشید اینا. البته قبل از اون سال قبل یه مورد ارزیابی قرار داد چاپ میشد اینا، ولی چون دانشگاه شهید بهشتی جزء دانشگاه تحریمی بود و دانشکده هستی ما داشت، مقاله به خاطر تحریم رسمی دانشگاه ریجکت شد. اگر انتخاب ژورنال این اصلا برای شما میگم که خیلی دقت بکنیم که به کجا شما رنج میکنیم، هدف شما چی هسته، که بازم اون روز آخر اینو مورد ارزیابی قرار میگیرم، اون نفر آخر ما میه مورد ارزیابی قرار میده، اینا برای شما بگی که هدف از چیه و به خاطر چی میکنیم میکنه انجام بشه. جناب استاد خیلی معذرت، چرا پروسه داوری معمولا طول نمیکشه؟ ببینید پروسه داوری زیاد طول نمیکشه، اینا برای شما میگم یه روز آخر برای شما میگم، اینا برنامه دارن، یه پروگرام دارن که چند روز طول میکشه که اینا برای اولین بار اینا مشاهده کنن، تصمیم بگیرن، چند روز طول میکشه که اینا باز مرور کنن، باز برای از اونا بفرستن، زمان داره. اما در کشورهای مثل افغانستان یا مثل ایران، چون ما علاوه علمی توانایی علمی نداریم، ارزش ما شما به همون پیمانه بهتره، به همون خاطر از ما شما طول میکشه. باز برای ایران که بسیار بیشتر از افغانستان طول میکشه، به خاطر تحریم‌های علمی که هست، اونا خیلی اذیت آزار میدن. هر ژورنال آمریکایی انگلیسی رو فرمان ورسال بگیم که اگر استرالیایی باشه همینطور متن کامل برای بنویسه بودن که اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، استرالیا، کانادا، اینا تحریم کردن دانش، نه که همه ایرانه، همین دانشگاه هایی که مثل صنعتی امیرکبیر باشه، مثل دانشگاه شهید بهشتی باشه، اینا کاملا تحریم کردن دانش، که ما مقاله چاپ نمی کنیم این باشه. و یکم پروسه طول میکشه اینه که اونا معمولا برای موشن مقالات با دیده تردید نگاه میکنن، یعنی شاید اینا داده سازی کرده باشن، همون داده میکینگ که میگن، اینا داده سازی کرده باشن به یه خاطر است، مخصوصا در علوم انسانی گپا موشما رو خیلی کم مورد قبول هست، به خاطر عموما کسی که حقوق میخونن یا بانورسال جامعه شناسی رو میکنن مقالات آنسته خیلی کم دارن، چون پرسشنامه‌ای که ما داریم خب به صورت رندوم یا به صورت تصادفی چه مقدر پخش میکنیم، ما میرم به دم اتاق میرم میگن که فلانی امیر پر کن. مثلا من برای شما یک مثال بزنم، شما یک پرسشنامه داریم برم بدم مسجد جامع به امجیگا بدیم برم بردم، چند فیصد مردم پر میکنم باشم؟ شاید خیلی کم مورد استقبال قرار بگیر. اول اصلا اون پرسشنامه که بدادیم، اولین جمله که از ما پرسیدن چند بره ما برسیم؟ باید شمشم می پرسیدن چند بره ما برسیم؟ گفتیم این کار علمیه، کار تحقیقاتی اینا دقیقا همین جمله گفتن، اون چیزی بره گفتن نداشه، گفت راست میگی. به خاطر چیه؟ خاطر اینکه بعد مرشما مسلمان الله ایک حلف الله و نفسد بلا واسه، از هر کس به اندازه تکلیفی هم میگن مرشما چیز خواسته بس، اگه بیشتر از تکلیف خواسته باشیم ظلمیه که در حق از انجام میده، و من گناه از اون نفر نمیگه اون نفر گناه داره، عدم آگاهی باعث میشه که اون نفر این اتفاق برای گفته کنه. یک دو تا مثال برای شما بزنم، یک از زمان امان الله خان، یک از زمان امیر کبیر برای شما مثال بزنم. در زمان امیر کبیر که در محدوده 1850 میلادی بود، این صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار بود، گفت اگه دیده باشین کلونا ما شما برو دست اینا اولیه بیده باشین، بعضی خال اولیه کنده اینا برو دست اینا، این همون مایکوبی همون خالی که میکندن بوده، گفتن در اون محدوده ها کمی بیماری آبله یا اولیه که ما شما بگن تعداد نفرهای خیلی زیادی جان اینا رو بگیرفتن، و ما خاطر میادن اینا مایکوبی میکردن برو دست اینا، کمی اثار باقی میمون و این همون میکروب ضعیف شده واکسن رو داخل وجود از اینا تزریق میکردن که باعث بانی از این میشد که فرد در مقابل بیماری مسئول باقی بمونه، واسیب کمتری ببینه. گفتن اینا میمادن شروع به این کنن در ایران تقریبا 170 سال پیش، 173 سال پیش اینا باشه، اینا شروع کردن در ایران،
گفت بیامدن مردمی که بودن داخل کوچه و خیابان اینا گفتن که شما این کار انجام میدیم شیطان در وجود شما حلول میکنه این کار انجام میدن این کار نکنه این کار باعث از میشه که شما شیطانی بشه گفت امیر دیدن که مردمی کار انجام نمیدن بیامدن چه کار کرد؟ بیامدن گفتن که هر کسی کار نکنه او جریمه میکنه و در همون روز که براتون در خونه مردمی کار انجام بدن گفت امیر مردم همون شهر ترک کردن براتون گفت دو نفر به دام افتادن و یک نفر آدم کارگر بود یک نفر هم طبقه تجار و ثروتمند اینا به دام افتادن گفت اتفاقا هر دو به چی از اینا بم مردن هر دو تا بم مردن اینا رو میآوردن پیش امیر آوردن امیر گفت که انا لکه بچه تو بم گفت ثروتمند گفت که من به جریمه پرداخت میکنم برای از اون نفر دیگه گفت گفت من ندارم که بدین پوله گفت امیر کسی خوب زد از زمانی که اینا براتن شروع به گریه کردن کرد گفت که چرا گریه میکنی تو اینا گفت که بچه از این مرده که یک نفر دیگه اومده گفت چه از این گفت نه این به خاطر بچه یک رعیت گریه میکنه گویا بچه یک رعیت چه ارزشی داره که تو گریه میکنی اینا گفت که تو چوب باشی چی نگو گفت او رعیت گناه از اونیه که کار کرده به عنوان امیر کسی که در رأس بود و نتونست بری از اون بفهمون که اهمیت موضوع چیه و گناه بچه از اون من سهیم در مرکز بیباس باشه ببینیم به همون خاطر هست که زمانی که جامعه آگاه نباشه یه اتفاق میفته که و میتونه برای مردم جامعه مشکلات ایجاد کنه میریم به سال 1919 میلادی 1919 میلادی میریم 1919 میلادی در افغانستان چه کسی میه؟ امان الله خان تو سال 1929 میلادی 10 سالی هستیم در اون محدود امان الله خان ما یه تلگراف رو بیاره وارد افغانستان ما چی بیاره تلگراف رو بیاره؟ دقیقا همین اتفاقی که برای امیر کبیر اتفاق بود که برای امان الله خان اتفاق بود میگه با آوردن تلگراف یا تلفن به خانه ها شما چه کار میشه؟ میگه که ما از اسرار خونه شما آگاه بشیم ما یه با شیطان در خانه ها شما بیه همین اتفاق برای از اون افتاده و ما در مقابل از این چه کار میکنیم؟ ایستادگی میکنیم اینه. و گناه از اونو نیه گناه به خاطر از این جامعه که آگاه نباشه جامعه که بیدار نشه قاعدتا یه اتفاق و به همون خاطر هم هست که اندیشمنده یا دانشمنده که اصلا معمولا تلاش کوشش اینه اینه که او جامعه رو بیدار بکنه همین که شما میفهمیم که سقراط یک از ویژگی‌های خیلی خوبی که در یونان و باستان داشت چه چیزی بود خود به عنوان خرمگس میشناختن بگوتا به خاطر چی میگفتن خرمگس میگفت مزاحم مردم میشد افراد رو وادار به فکر میکرد وادار به چی میکرد وادار به فکر اندیشه میکرد میگه مردم فکر کنن بیاندیشن و همون خاطر ما نگاه میکنه که دین مبین اسلام که بیامد هدف اصلی از این بود که مردم بیدار بشن حتی ما شما میفهمید که در خیلی از قضاوات یا خیلی جاهات پیامبر گفتن صلوات الله علیه میامد با مردم مشورت میکنه اگر فردی خیلی زود جواب میده پیامبر ناراحت میشه میگه فکر کن به خاطر چیه به قرآن شریف که مراجعه میکنیم نگاه میکنه افلا یتدبرون افلا لا یعقلون افلا یتفکرون شما اینا به وضوح میبینیم و به وفور داخل قرآن میبینیم یعنی این دین تفکر دیگه دین اندیشه بوده اما ما و شما پور نفهمیدیم اون موقع باید شاید باشه که بگیم دین اندیشه بوده باشه و به همین خاطر هم هست که انقضات یک جمله بسیار زیبایی داره میگه که انقضات هم شاید بشنیده باشیم شما که از عرفای بزرگ یکان در 33 سالگی اعدام میکنه اینا و کتاب داره به نام تمجیدات بسیار کتاب خوبیه در مقدمه خوب بیان میکنه میگه میگه که هر کس که قرآن شریف تلاوت میکنه اندازه وسع خود از اون میگیره یعنی قرآن شریف مانند آینه ای که شما میتونید صفات یا ویژگی ها چیکار کنید بگیرید میرن اما بعضی از افراد هستن که صفات خوبی میگیرن بعضی از افراد هستن که صفات چی میگیرن غیر خوبی رو میتونن بگیرن و همون خاطر میگه که قرآن برای کتاب هدایت فرستادن اما ما تنها کاری که با قرآن کردیم اینه که فقط در ایامی که فرد میمرد صدر تلاوتی روشه برای مردگان نفرستاده برای کیا فرستاده برای زنده ها اما ما معمولا برای مرده ها استفاده شما دیده باشیم هر موقع فرد میمرد حتما صدای تلاوت قرآن چکار میشه؟ همین دست میشه خب بگذاریم من مثل شما معلم جماعت آدم پرگرد که همین قضیه اتفاق رفت که میگفت اگه گفت اگه مولای سری بیوید برای تقریبا مسجد در فرانت جمع بودن که برون منبر که بشیش در شروع بگرد من که چشما خود خود میکرد بعضی جدی بعضی همون مردم هم گفت هم متولی مسجد نیمان به تقریبا مولای سری چه بردی که پاشم خلا چند در مسجد در مسجد به مرز ما در چی میگه آخر نجی بودی ما برای دین تو هم جگه باش اگه بسته بگه نه اگر اگر سوال دوستات کردن که چرا وقت میگیره فکر کنم زیادی مقالات که از تمام جوانها یا کشورها به زیمان فرستاد این هم خواسته دیگه این هم خواسته علت هم میباشه ولی معمولا به کشورها اروپایی که من پرسیدم از دوستانی که اونجا داشتم به دو هفته جواب میدن مثلا کشور سوئیس نگاه میکنه که مقاله میفرسته به دو هفته جا در جواب میدن یا رد میکنن یا قبول میکنن ولی من یک مقاله که مو بود فرستادم برای جورنال که در انگلستان بود در دانشگاه اکسفورد بود یک سال تمام طول کشید تا جواب بدن فکر سر سال ولی برای کشور اروپایی معمولا زودتر جواب بدن
به کشورهای آمریکا زیر ترجمه شد. آمریکا مثلا جایی باشه که خود مثلا ACS آمریکا تو میکنه سوسایتی که هست، یکی از پایگاه‌های بسیار معروفی هست، اینا اونا خود رو بر کشور خود خوشا تسهیلات بیشتر قائل میشن و زودتر جواب میدن و شد در کشور ما شما یا اینا کمتر باشه. بعد بحث دیگه زمان بندی مقاله، همین مقاله مورد نظر که شما شروع به کار بکنیم مگر بره زمان وقت خرج بکنه. اگه شما دقت بکنید برای کسی که آشپزی هم میکنن، آشپزی آشپزا که بپرسیم آدمای بسیار توانمندی میشن، میگن شما وقت خور به غذا بدین تا غذا طعم خور به شما بده. چی بشه اگه ما شما اگه برنج میگیریم، گنوار مثال میگیریم که ما این بار بکنیم، آیا برنج هم که به داخل اوون انداختیم برمی داریم یا میگذاریم که خب یک مقدار بمونه؟ اینا برای مقالات هم مگر وقت بگذاریم، مگر زمان صرف بکنیم و این زمان حتی اگه میتونیم روزانه 15 دقیقه باشه، 20 دقیقه باشه، این کار انجام بدیم تا بتونیم مقاله مورد نظر خور بنویسیم و هیچ گام نگیم نوشتن. شروع کنیم بنویسیم، شروع کنیم برای مقالات دیگه الهام بگیریم، از رو مقالات دیگه یاد بگیریم. بالاخره اونام که نوشته کردن مقاله از کودکی یاد نداشتن، بالاخره همین روند رو روش رو یاد گرفتن که به چه صورت ما بنویسیم. یک مقاله علمی شامل کدوم بخشای مهمترین بخش ما شما اینه که یک مقاله علمی شامل بخشا میتونه باشه، عنوان مقاله باشه، چکیده یا ابسترکت باشه، اینترودکشن یا مقدمه مقاله باشه. دیگه برای شما بگم مواد و روش‌ها. مواد یا روش‌ها، مواد که میگیم برای روش‌های تجربیه، برای روش‌های لابراتواریه، برای روش‌های علوم انسانی ابزار روش‌ها ما میگیم. برای کسی که علوم تجربی خونده باشن، مثلا رشته طبابت، رشته انجینری خونده باشن، رشته ساینسی خونده باشن، معمولا مواد روش‌ها. ولی برای رشته علوم انسانی به جای کلمه مواد از چی استفاده می‌کنیم؟ ابزار و روش استفاده می‌کنیم. که شما پرسشنامه دارید، مصاحبه دارید، فیلم دارید، اینا باز به عنوان ابزار و روش‌ها باز استفاده می‌کنیم. نتایج تحقیق مؤثر بحث می‌کنیم، نتیجه گیری می‌کنیم، تقدیر و تشکر داریم. قسمت بعدی میشه مراجع و آخرین قسمت مالی شما زمینه مقالات مورد نظر میشه که اینا مورد استفاده قرار میدیم یک یکی از اینا. در قسمت یک چیز یاد شما باشه ببینیم، در عنوان مقاله همین که شما روش تحقیق تدریس کردیم یا کارهای تحقیقاتی، عنوان مقاله شما به عنوان شناسنامه علمی شما معرفی میشه. یعنی یکی از مهمترین قسمت ها که در مقاله است عنوانه. عنوان بس عنوان زیبایی انتخاب بکنیم، عنوان خوبی باشه، عنوانی باشه که همو داور یا همو خواننده متقاعد کنه که مقاله شما رو مطالعه بکنه. ببینید اگر عنوان شما خیلی طولانی هم باشه خسته کنه، کسی مطالعه نمی‌کنه. اگر خیلی خرد هم باشه شاید مبهم باشه و نتونه به فهم برسونه. پس عنوان شما مگر طوری باشه که نه خیلی طولانی و خیلی کوتاه باشه، بلکه به فهم برسونه تا فرد مورد نظر مجاب کنه. و در عنوان تحقیق معمولا از کلمات کلیدی که داریم استفاده کنیم تا فرد اهمیت موضوع بفهمه که چه چیزی هست و پی ببره که موضوع چه مقدار دارای اهمیته. قسمت بعدی چکیده. چکیده مقاله یاد شما باشه آخر از همه که می‌نویسیم. چکیده که می‌نویسیم تمام مقاله رو بنویسیم، جمع شده نتایج شما جمع شده، بعد از شروع به نوشتن چکیده کنیم. در چکیده مقاله یاد شما باشه ریفرنس به هیچ وجه نمی‌ره، مقایسه به هیچ وجه نمی‌کنیم، بلکه یک نمای کلی از کل کار خود رو بیان می‌کنیم. بیاییم بگیم اهمیت کار خود در این کار چه کار بکردیم، بانوان مثلا هدف شما چی بوده، یافته ها شما چی بوده، نتایج چه چیزی به دست آوردیم. اینا رو مگر هم میگی در بحث چکیده یا ابسترکت مقاله خود خود شما بیاییم بگنجانیم تا فرد مورد نظر آگاه بشیم. و هم خاطر شما به سایت مثل اسکاپوس که میگه مراجعه میکنه، فقط چکیده و ریفرنس ها در اختیار شما میذاره، دیگه محتویات و مقاله در اختیار شما قرار نمیده، این کار نمیکنه. پس چکیده به عنوان از اینکه شما با مقاله آشنا بشیم و بتونیم ارتباط منطقی با نویسنده برقرار بکنیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. قسمت بعدی مقدمه. ببینید بفرمایید. وقت با چکیده معمولا در خیلی از مقالات هم در فارسی هم در زبان‌های دیگه گونه‌گونه وجود داره. تفاوت مثلا خود پنج محور باید در چکیده باشد. اهمیت تحقیق درج بشه، اهداف درج شده، روش درج شده، پرسش های تحقیق و در نتیجه نهایت هم یافته های تحقیق، یافته های نتایج بعد سوال های. خب اینا رو بعض جا هم میتر که تو بنویسم با دو نقطه باز خوزا بشم بله بله اینا هستیم. بعض جا ها سکتا نباشه که غیر مستقیم مثلا به جایی که بگه اهداف تحقیق نگه که بس چی هست این تحقیق به منظور خرام، وقتی به منظور خرام میگه دیگه این اشاره به چی داره؟ به اهداف داره. یا مثلا این تحقیق به اون جد مهم است که این اشاره به روی اهمیت که داره میده. حالا این رویش دو تا سیستم دو تا رویش هست یا نه؟ این سلیقه یک کسی کار نه نگاه کنیم.
معمولا در علوم انسانی و علوم طبی که بحثای پرسشنامه‌ای که مطرح میشه تحقیقات کیفی انجام میدیم که بحثای کمی نباشه همون چیزی که شما میگیم مطرح میشه اینا که اون مرحله به مرحله میشه. در بحثایی که علوم ساینسی میشه معمولا قرار میگیره دقیقاً میاد به همین صورت که شما ابسترکت میبینید به این صورت نمیاد، همون موضوعاتی که شما میگین دقیقاً در دل از این وجود داره اما تفکیک نکرده. من تا اونجایی که اطلاع دارم مخصوصا الزبیر این کار انجام نمیده، مثلا الزبیر امروز ژورنال های ساینسی از این هسته دقیقاً به این صورت نمی برخورد میکنه و خیلی از ژورنال های دیگه هم به دیدم به همین کار میکنن، اما در ژورنال هایی که مثلا برای علوم طبی بوده بریدم که امروز چیزایی که شما میگین دقیقاً میامدن اینا رو هم میگی پنج مرحله یا شش مرحله که بوده رعایت کردن کامل میامدن، چه در فارسی بوده چه در انگلیسی بوده میامدن این رعایت کردن، ولی در علوم ساینسی که معمولا ما مقاله می نویسیم این روند رعایت نمیشه. من به صورت کلی میام بیان میکنه که همون محتویاتی که شما میگیم هم میگیم داریم ما تا به مرحله LOD Detection Limit میرسیم RST میرسیم که Relative Standard Deviation میام حساب تمثال از اینا هم میگه در همون دل از او موجود هست و اهمیت رو بخور بیان میکنه. قسمت دیگه یک هسته که در زمینه مقدمه میشه، بعضی وقتا بعضی مجلات هستن یا داورها هستن مهمترین قسمت در همین مقدمه مطمئن نظر بوده. مقدمه ای که شما میگیم به دو صورت میشه، بعضی وقتا هسته که شما پیش زمینه از کارهای قبلی میان بیان میکنه بعد از اون موضوع خود رو بیان میکنه، بعضی وقتا هسته نه موضوع کار شما اهمیت داره ابتدا شما موضوع کار رو بیان میکنه در کنار از اون موضوعات دیگه که برای از این مربوط میشه و کارهایی که قبلا انجام شده بوده اونا رو چیکار بکنیم بیان میکنم، یا شما باشه در پاراگراف آخری که برای مقدمه هسته حتما اگر کار خود رو به صورت چند قد بیان بکنیم به صورت کلی، یعنی در پاراگراف آخری حتما اگر کار شما باشه اینه. در مقدمه یک ویژگی دیگه هم که هست اینه که شما همون جملات یا همون پاراگراف هایی که یا همون مطالبی که انتخاب میکنیم از مقالات گوناگون دیگه هست اینجا همون بحث پلاجیاریسم میگیره بحث مشابهت یا همانندجویی اینجا رخ میده اینا که ما میبینیم همانندجویی میکنه این جمله‌ای که شما انتخاب کردیم حتما مگر با ادبیات خود خود تغییر اگه جمله معلوم مجهول میکنیم از کلمات مترادف استفاده میکنیم اگر مجهول معلوم میکنیم امثال از اینها اینا رو مگر شما استفاده بکنید تا میزان مشابهت رو چیکار کنیم به حداقل برسونیم به کمترین مقدار برسونیم. اینا ترفندهایی که معمولا در زمینه مقدمه یا نوشتن یک مقاله علمی باید ما رعایت بکنیم که اگر رعایت نکنیم باز به همون بحث سرقت علمی دچار میشیم و میتونه برای ما شما مشکلات عدیده ای به وجود بیاره. پس میشه گفت به عبارت خیلی ساده ستون و فقرات یک مقاله میشه مقدمه رو بگیم در نظر بگیریم که مهمترین قسمت اینه که شما میایم هم کارهای دیگران همین کار رو بیان میکنیم و بعد از اهمیت موضوع خود خود میگیم و کسایی که علوم انسانی هستن فرضیه ها خود خود یا سوالات خود رو مطرح میکنیم اونجوری و میتونه مقاله مورد نظر بیاریم شروع به نگارش بکنیم نوشتن بکنیم. بفرمایید. چه صدا می‌فهمم مرحله چکی در دوره دو تاشو. آید دکتر بگم شما بگم بگم من 5 مرحله ایش می‌گم شما تو داشتی نمیدیم موضوع تحقیق هم در چکیده لازم که داشته باشه. نه دیگه موضوعی که ابتدا موضوع به صورت کلی بیان میکنیم که اینا ابتدا که این کار هدف شما چی از این کار چه کار ما این بکنیم اینا این دقیقه شما بعضی وقتا جمعه شما که این دیز ورک یعنی در این کار ما این چه کار بکنیم یعنی موضوع خود میگه مطرح میکنیم که در مقابل بتونه ارتباط برقرار کنه با کار شما و اهمیت موضوع شما بفهمه اما نه به صورت مبسوط چون یک بحث دیگه تو بحث ریزالت اند دیسکاشن که داریم اونجا شما میایم بحث میکنیم از بحثایی که در مقدمه مطرح کرده بودیم میایم چیکار بکنیم مقالاتی که داریم با هم دیگه مقایسه میکنیم جدول ارائه میکنیم کار خود خود با کار از اون رو مقایسه میکنیم مزایا و معایب کار خود میگیم که اونا رو متقاعد کنیم که کار شما یک نوآوری داشته و یک چیز دیگه مد نظر قرار بدیم. ببینید در کارهای علمی که برای اروپایی اهمیت داره بحث اقتصادی چه مقدار کاری که شما انجام میدیم علاوه اقتصادی مقرون به صرفه و چه مقدار زیست سازگاره یعنی با محیط زیست چه مقدار این میتونه ارتباط برقرار کنه آیا آسیبی میرسونه یا نمیرسونه که اصطلاحا برینا میگن که آیا سبز یا نیه سبز بودن به خاطر از اینکه طبیعت چون سبزه میگن آیا کاری که انجام میدیم کار سبزیه یا کار سبزی نیه که زیست سازگاری بودن از این میشه این دقت بکنید اینا اهمیت داره. مثلا اگه شما دقت بکنید کسایی که اینجوری هستن کارهای پژوهش انجام داده یک فیلم هندی بود اگه فهم بیده باشیم یا نه ایده باشیم که سال 2014 ساخته شده به نام پروژه به سوی مریخ
میشه که شما بیدیم یا نیدیم اینا. اتفاقا این فیلم کاملا علمیه که میره بررسی میکنه. اینا باید ماهواره به کجا بفرستن؟ به فضا بفرستن. درست شد؟ اینا که میگن قبل از ما خب ناسای امریکا انجام داده، دیگه کشورها هم اینا ماهواره فرستادن. پس قاعدتا اینا اگه خواسته باشن کار تحقیقاتی خوبی انجام بدن، مگر نسبت به از اینا ویژگی های خاصی داشته باشه یا فاکتورهای ویژه‌ای داشته باشه که بدن اونا متقاعد بکنن که ما یک کار نو انجام بدیم، نه اینکه کار شما تکرار کرده باشیم. چون اگه تکرار کرده باشیم که اهمیتی نداره. چیزی که شما میگیم مثلا تکرار شده این کار به درد نمیخوره، دیگه میگن که کپی برداری بوده. اینا بیان چیکار کردن؟ گفتن که ما در زمان رسیدن از به مقصد میایم کار میکنیم که سرعت بیشتری داشته باشه. و دیگه چیکار میکنیم؟ میزان مصرف سوخت از این کم بکنه که علاوه اقتصادی خوب باشه. گفتن اینا که انجام بدیم به چه صورت میشه؟ گفتن ماهواره مگر سبک باشه، مگر ما از آلیاژهای استفاده بکنیم که وزن از چیکار بشه سبکتر باشه، این کار انجام بشه. اینا پس دقت بکنیم ببینیم. پس اونجا یک از جمله کارهایی که انجام میدن نوآوری که در سرعت مگر بیشتر باشه، زمان رسوند به مقصد بشه. و یکی دیگه میزان سوخت چیکار کنن؟ کم بکنن میزان سوخت که میگیم کم بکنیم علاوه اقتصادی برای ما اهمیت داره، چون خیلی میشه. پس اینا از جمله مواردی که برای زمان اهمیت داره، مهمه. و اینا کار که انجام دادیم اتفاقا موفق شده بودن. و جالب از اینه که تیم تحقیقاتی که این کار انجام میداد چه تعداد نفر بوده باشن؟ خوبه؟ بگیم چند نفر؟ یک عدد بگیم. بگیم چند نفر؟ دو نفر. 11,000 نفر بودن. این میشه یک کار تیمی یا کار گروپی میشه. و همین جگه یکی بحثی که مطرح میشه خرد جمعی چه مقدار کاربرد داره؟ آیا در جامعه ما شما خرد جمعی چه مقدار حکم فرماه؟ خیلی زیاد. آقا این افعال معکوسه دیگه، اینا ضرره بود استفاده میشه. با تشدید هم بگفتم مشخص. آقا خیلی زیاده. به همون خاطره که ما معمولا دین ما شما دین اجتماعی هست، به وحدت و به همبستگی و به اتحاد همگی اینا دعوت میکنن، اما در عمل ما چیزی دیگه مشاهده. هر کوچه به نام اتحاده. هر کوچه این هسته. به همون خاطر هم هسته که معمولا در کارهای تحقیقاتی مگر اینا رو مد نظر قرار بدیم، اینا که بحثای هزینه چه مقدار میشه، علاوه نوآوری چه مقدار هسته، آیا نوآوری داریم یا نداریم. اینا میشه همون بردهایی که شما داریم به عنوان مثال میتونیم یک مقاله خوب ارائه کنه. مثلا مقالاتی که ما کار میکنیم، کارهایی که انجام میدیم، مثلا حالا ساختارهایی که میایم سنتز میکنیم که ساختارهای نان استراکچر باشه، مثلا از اینها باشه، ما میایم بررسی میکنیم با فیبرهای تجاری، کارهای تجاری که انجام شده، میایم با هم دیگه اینا رو مقایسه میکنیم، میگیم علاوه اقتصادی خیلی ارزان‌تر از اون یک فیبر تجاری مثلا این قیمت داره، این قیمت میشه، اینا این پایداری یا ترمایسیبیلیتی از این پایداری حرارتی از این مقدار، پایداری مکانیکی از این مقدار، پایداری کیمیایی از این مقدار میشه. اینا میشه مزیت‌هایی که نسبت به دگرا دیگه. و شما به همون صورت مگر مزیت کار خود خود نسبت به دگرا دیگه بیاین بیان بکنید که چه مزیتی داره و چه مقدار میتونه نوآوری در جامعه داشته باشه و علاوه اقتصادی چه مقدار میتونه مشکلات جامعه حل بکنه. کسی اگر اینجا کسی از اقتصاد بخونده باشه، ماستر اقتصاد داشته باشه، اینا از جمله یک از بحثایی که در علم اقتصاد هست که اینا خیلی مورد ارزیابی به قرار میدن کریتیو دیستراکشنه. کریتیو دیستراکشن چی میشه؟ تخریب خلاقانه. تخریب خلاقانه در کجا مطرح میشه؟ در دوران جمهوری در کتاب خود که تحت عنوان چرا ملت ها شکست خوردن بیان میکنه. کتابی چرا ملت ها شکست خوردن دو تا از اندیشمندای بزرگ میرسن، یکی دوران جمهوری، یکی جیمز رابینسون. دوران جمهوری اقتصاددانیه که در دانشگاه MIT و جیمز رابینسون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد آمریکایی. اینا در بحث کریتیو دیستراکشن اونجوری میان بیان میکنن تحت عنوان تخریب خلاقانه. تخریب خلاقانه به خاطر چیه؟ تخریب خلاقانه به این خاطر هست که شما همواره خود رو آپدیت کنه، یعنی به اون چیزهایی که قبلا داشتیم، به برند خود، به پشتوانه مالی که امثال از اینا ننازیم، بلکه همواره به روز باشیم، آپدیت باشیم با شما، همواره اگر چی داشته باشیم خلاقیت داشته باشیم. این در چه صورتی میشه؟ مثالی که میاد بیان میکنه شرکت نوکیه که در فنلانده، میگه شرکت نوکیا در محدوده سال 1996 تا 2003 نگاه میکنه قول مخابرات جهانه. همین که شما موبایل های 1120 رو بدیدید بی برو برگرد، همین که تابلت هم استفاده میشه، اما این برند چون به همین قول مخابراتی به برند خود خیلی متکی بودن، میگه ما سابقه داریم، امثال از اینها داریم، در زمینه منابع انسانی و منابع بشری خود کار نکرد که رفتارها از اینا باشه، در زمینه خلاقیت ابتکار کار نکرد اینا که این کارها انجام شه، بالاخره این بازار به دو تا قول دیگه به نام اندروید و iOS چکار کرد؟ واگذار کرد. و حالا شما از شرکت نوکیا اسمی میشنویم؟ خیلی کم. این هم که از iOS اندروید میشنویم، آیا از اون میشنویم؟
خب دقیقا همینه که تخریب خلاقانه اینجا می کمک میکنه بره ما که به سمت جلو حرکت بکنه و مانع از این میشه که ما عقب بمانیم. یه چیزایی هست که معمولا در جامعه اتفاق میفته. قسمت بعدی که مواد و روش ها یا ابزار و روش ها برای کسی که علوم ساینسی معمولا کار میکنن مواد و روش ها میشه که مواد یا روش ها کسی که طبابت کار میکنن چون با مواد سر کار دارن یا سوماتولوژیست باشن یا طب معالجوی باشن یا کسی که رشته فارمسی یا رشته های علوم آزمایشگاهی خونده باشن یا رشته های ساینسی انجینری خونده باشن قاعدتا اینا میشن. اگه شما دقت بکنید هر سال مثلا یک مسابقه در مورد کانکرید یا بتون برگزار میشه که کشورهای مختلف مثلا ایر میارن اندازه‌گیری میکنن میزان فشار از این میزان خمش از این و میزان مقاومت از این مورد ارزیابی قرار میدن بعضی نتایج رو میان بیان میکنن. اینا مجبور میشن که من به دانشگاه علم و صنعت که رفته بودم در دانشگاه علم و صنعت در زیر فاکولتی سیول انجینیرینگ از این که محیط محبتی بسیار کلانی بود اینا باورش موشی یک کارخانه کانکرت سازی بود کامل تمام وسایلی که شما در مورد کانکرت ماستیم اونجا موجود بود همیشه و اونا دقیقا محصل یا همون دانشجو میامد رو از اون کار میکرد بعد از اون نتایج خود میامد بیان میکرد که آیا این مفید هسته یا نیه. مثلا شما ما شما در پانتون دولتی هرات داریم آیا در پانتون دولتی هرات ما شما همچین لابراتواری داریم که محصل بیا کار کنه؟ آقای تیموری هسته؟ ما از این مدت خود اندیک خونده به یک دوزخ بورده اینا در زمینه زراعت بودی درسته؟ انجینیر زراعت خوند اینا چه مقدار واقعا در مورد بایو سنسور ها اونجوری برات که میگفتن که مثلا تو یک عناب خورد در عناب کلون تحلیل کنی آیا کار میشد؟ نه اینا در زمینه کارهای تحقیقاتی که انجام میشه چون تحقیقات مال شما بنیاد نداره مر اونجوری بود آقای فایز رئیس پانزه بودن یا چه مال دیگه اینا این بود ولی نگفتم گفتم میشه کارهای تحقیقاتی به این صورت انجام بده جمله که بهم گفته باشن چه چیزی باشه خوبه اینا تو انجام بده ما هستیم اینا گفتم میخوام مولانا نصرالدین میگیره بودم من انجام بدم که شما باشین این قرار نیه که به یک نفر پیش بره مگر یک مجموعه با هم دیگه باشن کنار هم دیگه قرار بگیرن. حالا ما شما رشته های بین رشته ای داره نگاه میکنیم پژوهشگاه بین رشته ای داره که چندین نفر یک جامعه شناس نگاه میکنیم یک دکتر نگاه میکنه اعصاب یک دکتر روانشناس نگاه میکنیم یک دکتر که از بهداشت محیط باشه اینا کنار هم دیگه قرار بگیرن کارهای تیمی انجام بدن. بحثای اسانس که میشه نگاه میکنه که بحثایی که نگاه میکنه که کسایی که از زراعتن یه کارهای گیاهی انجام میدن با یک کیمیست میان کنار هم دیگه با یک بای تکنولوژی با کنار هم دیگه قرار دیگه اینا با هم دیگه کار انجام میدن میشه کارهای خیلی کلان کلان انجام داد. شما میفهمید حالا در محدودیه که ما زندگی میکنیم دو تا علم هست که بسیار بیداد میکنه یکی آرتفیشل اینتلیجنت یکی دیگه هم انفورمیشن تکنولوژی اینا این هست ببخشید یکی آی تی میشه انفورمیشن تکنولوژی یکی بای تکنولوژی که این دو تا با هم دیگه کوب میشن یک فرزندی به دنیا میاره به نام آرتفیشل اینتلیجنت هوش مصنوعی به وجود میاد. حالا در محدوده‌ای که ما اصلا هوش مصنوعی در دنیا بیداد میکنه یعنی کارهای خیلی خیلی کمان انجام بده. شما اگه دقت بکنید مثلا در کشورهای امارات در دبی دیگه ما پلیس نمیبینیم بلکه به صورت چیه به صورت از هوش مصنوعی استفاده میکنن شهر میگیرن و رصد میکنن که دیگه میزان بزهکاری اجتماعی کم بشه. در کرونا بدیدیم موبایل ها هوشمند اسمارت موبایل های شما چه مقدار کمک میکرد که آلارم یا هشدار میداد به ما که فرد مورد علائم کرونا داره برای نزدیک نشیم و برای از فرد مورد نزدیک هشدار میده که تو علائم کرونا داری مگر پس برگردی به خانه برگردی نه اینا پس اینا میشه. حتی در دانشگاه کانادا بود نقشه ژنوم انسانی که کشیدن تمام گرهک های تمام قسمت های اصلی از مشخص میکردن که گرهک های قسمت های اصلی که از بین ببرن باعث بنز میشه که فرد مورد نظر به پیری زودرس دچار نشه یعنی جوانی به جای از اینکه بیان در 40 سال باشه تا 70 سال ارتقا ببخشن یعنی تا 70 سال بشه که افراد مورد نظر جوان باشن بعد از اون به سمت پیری بیان که دوران میانسالی دوران کهولت سنی ما بشه. پس این نشان دهنده اینه که در علم امروز یا در دانش امروز یا در دنیای امروز که ما نگاه میکنیم علم به عنوان ابزار بسیار قدرتمندی در اختیار که در اختیار انسان هست. پروفسور حسابی تعریف میکنه در خاطرات رو میگه میگه من زمانی که در محفلی که در انگلستان درس میخوندم اون وقت کسی که فیزیکدان بود فیزیک میخوندن کتک بریم ما اجازه میدادن که ما بریم به لابراتوار فیزیک مثلا ببینیم فیزیک هستی اما اجازه بردن قلم و کاغذ رو بریم بودن قلم و کاغذ مگر همراه رو نبریم. یه اولین بار راکتور پژوهشی که در دانشگاه تهران ایجاد کرد که من هر دفعه میرفتم یک قسمت از این راکتور رو دقت میکردم نگاه میکردم بعد از اون میامدم به داخل اتاق خوب میکشیدم بر اساس از اون بتونستم چکار کنم یک راکتور در پژوهشی در دانشگاه تهران بیام طراحی بکنم. و شما ببینید زمانی که علم انحصاری میشه مانع یادگیری شما میشه. کسی که حقوقدان محمد بخونده آیا ایران حقوق خصوصی برای دوره دکترا برای افغان ها ممنوع کرده یا نه؟ بله
ارشد اول قبول نمیکنه. حقوق خصوصی ممنوع شده برای افغان ها، یعنی اجازه خوندن حقوق خصوصی برای افغان ها نمیدن. در بحث هیدرولیک بوده که بیشتر مهندسی بود که یا انجینیری بود که در مورد بندسازی برای افغان ها ممنوعه، چون اگر افغان ها معمولا این کار انجام بدن در میزان بندسازی یا تدسازی اینا مهارت پیدا کنن، مدیریت آب میتونن داشته باشن. مثلا از اون جمله مهندسی های دیگه، انجینیر دیگه، هوافضا بوده که در ساختار موشک سازی یا طیار سازی اینا برای افغان ها ممنوع بوده، یا مهندسی پزشکی یا مهندسی ژنتیک اینا برای افغان ها ممنوعه که شما نمیتونید اینا رو برید بخونید. دلیل اساسی به خاطر چیه؟ حتی کسایی که از شما میگم که بگم کسایی که به هند درس خوندن، اینا زمانی که پروپوزال خو میدادن که به هند مثلا برای یک سال هند برای از اینو مورد ارزیابی قرار میدن، بعد از یک سال نگاه میکرد که آیا همین رشته ای که فرد میخونه به اقتصاد هند ضربه میزنه یا نمیزنه، آیا میتونه مانع ازی بشه که مثلا مراودات افغانستان با هند در زمینه قطع بشه یا نه در زمینه تجاری یا نه. بعد از یک سال جواب میداد که ها میشه یا نمیشه. اینه این به خاطر چیه؟ دنیا دنیایی شده که حرف اوله به دنیا اقتصاد میزنه، چیزی که حالا آدمای سیاست مدار هستن میگه آقای دکتر حسین اینا، آیا مگر اقتصاد در خدمت سیاست بشه یا سیاست در خدمت اقتصاد بشه؟ این سوال یا پارادوکسی که ما ایجاد میشه که کدی که در اختیار کدی که باشه که بتونه کارایی بیشتری داشته باشه. اگر اقتصاد در خدمت سیاست بشه قاعدتا حال روز میشه بعضی کشورهای که شما میبینید، اگر سیاست در خدمت اقتصاد بشه قاعدتا کشورهایی میبینید که رشد پیشرفت یه توسعه اقتصادی خیلی خوبی داره. خب بگذاریم به گیرای زیاد گرم خود شما اینه. خب قسمت بعدی نتایج یا ریزالته که ما این نتایج مورد نظر. نتایج چی میشه؟ کارهایی که میشه شما به عنوان پرسشنامه داشته، به عنوان مصاحبه داشته. مثلا من یه فردی که ساینتیست باشم برم کار لابراتوری میکنم، اونجا میگم نتایج خود میگم مورد ارزیابی قرار میده، مثلا چه فاکتورهایی بیاد مورد ارزیابی قرار دادیم، چه قسمتهایی مورد ارزیابی قرار دادیم، چه کارهایی بکردیم. من اتفاقا یک از دوستام بود برایش میخوام رساله دکترا داشت در مورد روابط بین الملل، خون و بین الملل داشت. یک از سوالای اساسی که این مطرح کرده بود سوال جالب بود که آقای دکتر حقانی میشناسن، آقای دکتر حنیف میدن، او بیان کرده بود گفته بود که مثلا پرسشی بود گفته بود که ما اتفاقا پرسش نما یک تعداد به قیاس پر شد، یک تعداد به قالب پر شد، یک تعداد به جامی پر شد، یک تعداد به پنتون دیالیتی، ما 4 پنتون بردیم، البته پنتون کابل هم بود، پنتون از بیرونی هم بود، یک تعداد به کشور انگلستان رای کرده بود اونجا پر شده بود. یک از سوالایی بود گفته بود که اگر برای شما برای یک فرد مورد نظر که یک خانواده باشن اولی یک مشکلی که پیش بیه به پیش اولین فردی که مراجعه میکنیم کیه؟ آیا به نهادهای دولتی مراجعه میکنه؟ آیا به پدر مادر مراجعه میکنه؟ آیا با آخوند محل خود مراجعه میکنه؟ به کدی که از اینا چند تا گزینه دیگه دقیقاً با آخوند محل خود مراجعه میکردن. دقیقاً همین بوده. با همین که ما بیاورده بودیم به بین محصلین بودن. آقای دکتر بگو نگاه کنیم ببینیم که هنوز که هنوز چه مقدار همین طیف در مقابل مردم افغانستان محبوبه. چه مقدار محبوبه و اینا اگه خواسته باشن از این استفاده درستی بکنن واقعا باور شما میشه بسیار میتونن خدمت بکنن. درست استفاده کردن دیگه نتیجه داد. ببینید یعنی جناب آقای دکتر فرمودن در واقع تقریبا تحقیق 3-4 سال پیش انجام شده، یعنی نتیجه همی بود که مردم گفتن واقعا وقت ما کس مراجعه میکنم چرا همه کار اون هسته اون نباشه بازه نتیجه رو ما بسیم محسوس میبینیم اینجا. و به همون خاطر هم هسته که میگم نتایج یک تحقیق اینا رو بیان میکنه برای شما که از رو از اونا میتونید شما برداشت بکنید که این کار مورد نظر شما چی مقدار نتیجه مثبت یا نتیجه چی داشته منفی. اتفاقا همین پرسشنامه باز به نوعی دیگه در مابین مهاجرین بود. استاد سیدکاری فاطمی بود، آدم بسیار خوبی بود آقای دکتر سیدکاری فاطمی. این بیام که در مابین مهاجران باشه یک پرسشنامه دیگه بود. این پرش در مابین مهاجران نتیجه کی بیورد که تعقیب می که دفاع نکنه این نتایج به اینجا بیاد بکنم اینا گفت یقین دشوش که دولتی را اجازه دفاع نمیده چون کاملا برعکس بود. ماجرا هر چه پر کرده بودن کاملا برعکس بود. استاد متوجه شد که اون نتایج به درجه رساله خو نکنه، یعنی استاد بدید در نتیجه کاره که به چه صورت بوده اینا. بعضی وقتا میشه که نتایج بوده چیزی که شما مایل نمیشه برعکس از اون میشه. حتی یکی از دوستا بود اگه کار تحقیقاتی که انجام داده بود یک بحثی که با دکتر محقق داماد میاد بیان میکنه تحت عنوان جهل مقدس که میاد بیان میکنه گفت ما در افغانستان میگفتن جهل مرکب وجود داره. گفت یک از شاگردا گفت ما کار تحقیقاتی انجام نتیجه این شد که در افغانستان هم جهل مرکب وجود داره هم جهل مقدس وجود داره، هر دو تا از اینا وجود داره. اینه یعنی واقعیت میگه چیزی که او خود پیش بینی میکرد میگفت شاید جهل مرکب بشه. بعد از اون گفت پی برد که نه همون موثر یا همون دانشی که میگفته درست میگفته که هر دو تا وجود داره که این دو تا باعث بانی از میشه که یک میذاریم ما یک چیز ببخشید ما باید چون میگم خیلی به یک نواخت نشه.
دو یک دو سال بعد پرسشنامه که به این جیل انشاءالله یعنی پخش بشه و پاسخ دریافت کنیم نتیجه خواهد بود که مهاجرین برای دکتر هنیس بود که همون طور ولی من دو سه سو یک دو سال بعد رو استاد دیگه این بحث هستی به زیاه ها خودم باشت بزنی کنم این طبعات رو با خواهی چند خب ما فرض برای میانیم برای معلوم یک خواهی بود نتیجه زیاه را قبل یک پیش بیمی میکنیم برای حال حالا اگر خلاف از این بیایه چیش کاری داره در آقیه دقیقا نگاه کنیم بحث و صحبت همینه شما زمانی که به نرم افزار SPSS میره مراجعه میکنه در بحث های اسرائیلی یا آماری ما شما یک بحث داریم تحت عنوان نظریه هایپوتز زیرو یعنی نظریه H0 رو H1 میره مطرح میکنیم در نظریه H0 H1 که مورد ارزیابی قرار بده شما توضیح گوسیانی که برای ارزیابی میکشیم یا قله ای که باشه میگیم که این یک طرفه یه دو طرفه یک طرفه از سمت راست یک طرفه از سمت چپ چند تا آزمون شما داره که مقایسه میکنیم که مثلا اگه دو تا کار همزمان انجام شده باشه دو نفر رو با هم دیگه مقایسه میکنیم اگر نه یک کار با جامعه خاصه بشه معیاری باشه که یک اوسط شما داریم یک جامعه رو مقایسه میکنیم چون یک تستی دارم به نام توزیع استیودنت یک تستی دارم به نام توزیع فیشر یک تستی دارم به نام توزیع نورمال یک تستی دارم به نام توزیع کی مربع از این 4 تا تست استفاده میکنیم اینا این 4 تا تست مخصوصا تی تست و زد زد ولیو که هست اینجوری به شما مقدار میده مقدار از این گروه جدول قیمت داره قیمت کاملا معلومه که چند هسته الان شما قیمتی که شما به دست میاریم با قیمت از اونی مقایسه میکنیم اگر قیمت مورد نظر شما از او خوبتر باشه میگیم که فرضیه که شما داریم چیه؟ پذیرفته اگر از او بیشتر باشه H1 باشه میگیم فرضیه شما چه کار میشه؟ رد شد اینه دقیقاً این بحثی که میکنیم بحث همینه که آمار اینجا برای ما کمک میکنه که شما قبول یا قابل قبول میشه این غیر قابل قبول میشه و یه ایبی نداره قاعدتا همین شادم رد بشه اینا چیزی که شما فرضیه ای کردم گفتم استاد فرضیه داشته که جعل مرکب اما در آخر بشه کار شد جعل مرکب مقدسه یعنی چیزی که فرض کرده بود دیگه چیزی به دست اومد و این قاعدتا نتایج تحقیقات همینه که شما به جایی میرسونه که تصمیم گیری درستی بکنه تصمیم گیری شما درست باشه و اون محدودیتا که نگاه میکنیم مثلا ابو علی سینا جمله بسیار خوبی داره میگه هر چیزی رو ابتر یا بره نیمی و بره هر چیزی رو بعد اینا روش رو مثلا فرد مورد نظر میگیم که اگر به عنوان مثال بگیم که بباشیم هر چیزی ابتر یا نصفی هم خوبه الا در زمینه دانش اینا میگه شما دقت بکنیم ببینیم مثلا یک فرد کاملا مریض باشه خوبه یا 50% مریض باشه 50% سالم باشه خوبه یک فرد کل ثروت رو از دست بده یا یک قسمت از ثروت رو داشته باشه اینا میگه اما در زمینه دانش برعکس است یا عاقل کامل باشی یا دیوانه کامل نیمه عاقل نیمه دیوانه بیشتر از ضرر به جامعه میزنه به خاطر چی میزنه به خاطر از اینکه فرد مورد نظر فکر میکنه که در این زمینه زرنگ هوشیاره این خود خود تعمیم میده میگه به همه میگم این زمینه ها من تو هوشیارم شاید در بعضی زمینه‌ها دیگه هوشیار نباشه الان رقم توهم دانایی برای از این باعث میشه که به جامعه چیکار کنه آسیب برسونه اینا و جامعه بیشتر از اینا تشکیل شده متاسفانه برای نظر شما اون استادی که گفتی بود اینا رو ما نمیداره که اجرا بکنه خب بعدها این نمیتونه به سیاست گذاری کلان که برقال بیاین تغییری بدن در جرد آخه یک چیزی هست آقای دکتری برای شما بگم متاسفانه در جوامع ما من مثلا استاد راهنما خود میکنم رئیس دانشکده بیده بدن بسیار خوبی بود من خودی خیلی راحت هم بود بودم خیلی راحت بودم خودی جو دانشگاه یا پانتوم از جمله دانشگاه ما یک همین دکتر محمد فاضلی بود که دانشگاه ما اخراج شد یعنی مخراج به جامعه شناسی بود اخراج شده متاسفانه جو دانشگاه سیاسیه دلست. یعنی شما مگر مطابق میل کی حرکت کنید اگر نهاد مستقل باشه استقلال داشته باشه گپ شما کاملا درسته این کار انجام میشه اما اگر نهاد استقلال نداشته باشه شما مجبوریم که موافق جریان اوشنا بکنید یکی از اون ایلالی که ما در جهان اسلام برقرار نتونستیم مقالاتی بیشتری نشت بکنیم نمیتونی یکی از این مرحبت دخالت سیاست بله بله همینه دقیقا همینه شما دقت بکنیم ببینیم مثلا کشورها هم میگه پنتونه هم میگه پلان استراتژی داریم یا نداریم برای 5 سال آینده مثلا بررسی میکنیم که مثلا این اتفاق ها بفته که دانشگاه دنیا هم همین کار انجام میدم پلان استراتژی دارم برای خود خواهد که به این نتیجه برسن و همون خاطر هم هست که دانشگاه ها مستقل هم. مثلا استقلال داره این فرد مایه بگیره مایه نگیره این کار انجام بده یک کار انجام ندیره در کشورهای اسلامی متاسفانه یا کشورهای اسلامی همگیر نمیگیم همین دو تا کشوری که همسایه هستن این اتفاق داخل افغانستان کمتر میفته که شما نمیتونید من پرسشنامه‌ای بود در همین محیط قالب پخش کردم اینا باور شما میشه نزدیک کار دادم در بزنه اعتراض میکنم کار دادم در بزنه
اینه. برای شما مثال بزنم، از یکی از این در دوران جمهوریت یکی از مؤسسه مثل WHO بیام بودیم تحقیقی در مورد افغانستان، مردم افغانستان، جماع مردم افغانستان انجام دادیم. برای تو به کشک کنه، به رابط سنگی، به گرون، به اینا رفته بیدن، از مردم بپرسیده بیدن که شیوه جماع کردن شما اشتره به همین پیمانه هم بیده. برای تو بپرسیده بیدن که این باشه نبیه باید بیدن پس ببینیم دیگه، ببینیم این باشه دقیقا جوابی که بگرفته بودن چه چیزی بوده باشه. خوبه به نظر شما اینا جوابی که بگرفته بودن این بوده اینا برای مرد که گفت تو هیچی من همو مسلم تو من بدر میکنه خلاص برای تو مرسال کنی هایی ده تو چند بگیر بود نتیجه هم ده تو گفت بوده که زن آیا به ارگاز میرسی یا نه گفت تو یک پاچیه دیگه پاچیه من که میرسون بوده که مهم نیه نه میاتی نداره اینا. الان بگیم در مورد بهداشت تنظیم خانواده شما سوال مطرح میشه معذرت ببخشید اینا قبل از جماع آیا شما اقرار میکنید بعد از جماع اقرار میکنید یا نه؟ راست تو این چند فیصد شما این کار انجام بدید؟ به حدیث آمده که این کار باید بکنید. بشه بعد بشه. دلیل داره. به خاطر چی دلیل داره؟ دلیل به خاطر از اینه که خود همین اقرار مورد نظر خصلت ضد عفونی کنندگی داره، پاک کنندگی. اگه قدیمی ها شما یاد ما شما بوده باشه به جای دست میبرید میگفتن بروی زهره کنه. کسی که به دی بودن یه اصطلاح بشنیدن اینا بلد. اگر قاعدتا این محیط آلوده به میکروب می بود و این دست از این که ببریده خونه قاعدتا قبول دارن که میتونه سر به زخم ناسور تبدیل بشه، اما چون خصلت ضد عفونی کنندگی داره باعث میشه که این محیط محیطی بشه که ایمن بشه. به همون خاطر میگه قبل از جمع بعد از جمع ادرار بکنه. بعد از جمع به خاطر چیه؟ چون میزان مایعی که منی یا اسپرماتوزویدی که داخل لوله‌های دفران یا واس قرار میگیره باعث بانی از این میشه که این میکروب‌ها یا باکتری ها به اینجا نفوذ پیدا بکنن و باعث عفونت‌های مقاربتی بشه که مثل سوزاگ امثال از اینها ما بگیرن. شما که میرمی پرسی اینا اطلاع تجامل نهی بگیری نه با خدا ماما یا کمک چیز بشه اینا من یه پاره میکنم برو با خدا من این بفهمه میتو بیده کنم یکی دیگه با بایی کنم تو پنتون بره بشین میده که تا تجامل اطلاع بگیری بابا به لحاظ خود یه لحاظ علمیه با خود در دیگه لحاظی نیه که ما بگیم اینا که به چی هست اینا. یعنی شما بیایم نگاه کنیم در مقابل دانستن ما مقاومت میکنیم، در مقابل دانستن میایم مقاومت میکنیم. خب شما فکر بکنید که جامعه به کجا میرسه؟ اما شما بیایم دقت بکنید، خیلی از این جوانا نگاه بکنید ببینید چه مقدار واقعا همین اصول تنظیم خانواده رو میفهمن. حالا موارد بهداشتی که به سر جا خود چه مقدار همین رو میفهمن که به چه صورت هست؟ خیلی چیزا عادی نه نمیفهمه. بنده حقوق فاتون دولتی اگر برنامه و طرف یک مؤسسه آمریکایی در رفته رایش های بدیل حل منازعه این کار میکنیم و در ده قریه از قریجات انجیل هم برای اون تبدیل انجام میدیم. گاهی وقت اون رو دعوت میکردم وکیل گذر از اون رو به همراه یکی دون پر ادریسه پیدان رو میامدن و موضوعات بعد این رو میرسونم در رابطه حقوق فامیل بودم. وقتی ما واسه طلاق و نکاح میرسید خیلی های نهایت دو سه مورد بعد کردم گفت آقا خانم و خانم و طلاق ما مورد طلاق نمیفهمید تا از همین موضوعات عادی روز کار نمیفهمیدم مثلا مگر خجیر نکاح برم درست حتی همین جریانی که جناب استاد میگم من یکی از دوستان بودیم گریم یک از ولایت دیگه اتفاق افتاده بود گفت زنشوی خودم دیگه جنگ کردن گفت جنگ کردن اصلا از این زن مردگ خراب بود گفت طلاق سبار بود گفت پیش ملا محل برفت اگه یک لینگ گفت بس دیگه تک طلاقه گفت بلا حضر خدا خورا یک بعدی بکردم به زن پر مرم خود خدا نمون طلاق بودم به خدا اینا همین توازی میگو تک نمون طلاق بودم گفت نه طبق فیلم امام اولی فخلاصی طلاقی توی گفت اینا بزدم بکندن گفت هم دی از این یک دیوانی بود خدا به مرگ همه دیوانه میاریم خود از این نکاح میکنیم همه حلاله بشه بعد این طلاق بده اینا بیر بیاردم این حلاله کده این کتک خلاص شد صبا بیاد اگه این طلاق دادیم به طلاق نمیده زن کنه اون بخواه دیگه طلاق کامر کنم کده این طلاق نمیده دالکینه این قبول نمیکنیم کنم این بدبختی از این طلاق نیست نکاح دیوانه رمشی ها رو بخون خدا بیا که دیگه جناب استاد در این تعریف بود جالب بوده بوده که نفر مورد نظر همین اتفاق گفته دو دنبال نفر میگه که برای از این گفته بودن که همین که نفر بفهمید که این مشکل داره زن خورم ماه تو در صورت خود از این کار میکنن که این مبلغ پول بدی بریم برای تو با مرد که بیا بگیر همین تو بگیر که با طلاق بشه به همین مقدار مگر بدی که طلاق بودم که خودش دیگه از نکاح طلاق پول است از اینا که طلاق پول است اندک تایی بشه دیگه کار انجام بده یعنی جامعه ما همین تو جامعه زمانی که عدم آگاهی باشه یه اتفاق میفته که خیلی زیاد میفته خیلی زیاد میفته که اینا مشکلات ایجاد میکنه و بگذاری که هر که گفتن تکلیف افکار بشه اینا
البته جناب استاد اگر قرار باشه فرضیه و نتیجه یکی باشه، خب پس ضرورت نیست ما تحقیق کنیم دیگه. و دو معنی که فرضیه و فرضیه نیه دیگه، خب یک چیز قطعیه، به همین خاطر ما فرض میکنیم. یک حالتیه که بین شک و تردید ابهام وجود داره. ما خود علاوه علمی هم که شما نگاه میکنیم مراحل یک کاری که انجام میدیم، یک قانونی که ما یه وضع بشه، چه حالا قوانین علمی باشه، اول به مرحله تئوری یا فرضیه، بعد از اینکه این در جامعه یا در ناکانهای مختلف ثابت میشه، مثلا این قانون گرانش زمین، گراویتی فورس که میگه نیروی جاذبه میگیم این باشه، این زمانی که بیامد در زمان آیزاک نیوتن که به عنوان یک قانون بیامد وضع میشه، اول بیاد به مرحله نظریه فرض رو که در نقاط مختلف دنیا دیدن که همین جی قیمت یعنی میده 9.8 یا 10 علمی مقدار هسته، بعد از این تبدیل به قانون شد. گفتم اینه، یعنی از ابتدا نبود، از ابتدا به بوته آزمایش داده شد، محل خورد بعضا. همه رو که شما میفهمید، ما میگیم که نظریه هایی که آلبرت اینشتین داره در زمینه مثلا نور، در زمینه هم سرعت نور کسی داره که تصمیم نسبیت ما میگه، میگه که فرمول از این مساوی با ام سی مربع، این میشه انرژی، این میشه کتله و سی میشه سرعت نور میشه. هنوز این نظریه به قانون تبدیل نشده. این زمان به قانون تبدیل میشه که شما در مراحل مختلف از از آزمایش های مختلف سربلند بیرون میه، بعد از شما میتونه بیر تصدیل داشته برای همین فرضیه هم به همین صورته، فرضیه به بوته آزمایش که داشته میشه محک میخوره، بعد از شما نتیجه گیری میکنید که آیا درسته یا درست نیه. بفرمید شما در واقع جناب استاد فرضیه میتونه قطعی نیست، هر سه هوشمندانه محقق یا پاسخ موقتی جویشگره یک حدس میزنه، یک مقدار حدس دقیق در با هوشمندی دارد و پاسخ موقتیه و تحقیق براسای همینه که بررسی شده که آیا با توجه به تحقیقات ما داریم این قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست، این حدس ما درست هست یا درست نیست. در هر دو صورت چی جواب مثبت باشه چی منفی باشد، نتیجه به لحاظ اعتبار علمی یک چیزه. میتونست که اگه جواب مثبت بود یک اعتبار علمیش بالا بره، اگه جواب منفی شد یک اعتبار علمیش پایین بره. صرف فقط مشخص شده که آیا این فرضیه که مطرح کردیم یا این حس هوشمندانه ای که ما در آزمایش به صورت موقت مطرح کردیم این درست ادا داد یا برعکس نتیجه منفی بود. مهم چیزی که در تحقیق هست در نتیجه اینه که پاسخ به سوال اصلی داده شد. سوال اصلی چی بود؟ این سوال اصلی یک پاسخ موقتی در مواظ داره که ما فرضیه میگیم. بعد از اینکه تحقیقات صورت میگیره و داده ها میاد و تحلیل میشه، سرانجام باید به جمعندی کلی برسیم پاسخ اصلی اون سوال چیه. سوال ما مشخص بود، یک جواب مشخص برای تو پیدا کنیم. حالا جواب میتونه مثبت باشد در راستای مفرضیه باشد، بگیم فرضیه اثبات شد، یا میتونه جواب منفی باشد برعکس، بگیم فرضیه رد شد، فرضیه اثبات نشد. خود همین که این فرضیه رد شد، این خودش یک تحقیق است و یک نتیجه است در واقع برای همین چیز. استاد بخشیم در رابطه به مقدمه گفتیم که نویسنده عنوان کار رو برد نیک بکنه و گاه هم برده مثلا تحت همین عنوان یا عنوان مشابه به این کار شده و فلان نتیجه هم رسیده، بر وقتی که ذکر میکنه آیا از نوشتن پیشینه مستقنی میشه؟ نه پیشینه تحقیق هم بعد در مقاله باشه، باید باشه، باید باشه، باید پیشینه تحقیق حتما باشه. شما به کارهای دیگه استناد میکنید و ما خاطر میگه در بحث مقدمه که میگیم همانجویی بیشتر اونجا انجام میشه، چون بحث نتایج شما که اصلا منحصر به فرد خود شمانه، داده ها شما منحصر به فرد، دیاگرام ها شما یا گراف ها شما منحصر به فرد، اما در بحث مقدمه که شما میگیم که پیشینه یا پیش زمینه از اون میایم میگیم، اونجا شما مجبورین به کارهای مشابه که انجام شده استناد بکنید. استاد پس زمانی که در پیشینه ما رو ذکر میکنیم چه نیازه که با دوره در مقدمه ذکر بشه یا خلاصه یا در مقدمه که هست؟ در مقدمه شما میگیم چنین کار انجام شده. در بحث نتایج اونجا که بحث که میکنه میگیم مزیت های و ایشته برای شما بگم همون مثبت و منفی های کار خود خود با مثبت و منفی از این کار مقایسه میکنیم که مثلا به چه صورت بوده، مناقشه میکنیم اونجا که بحث میکنیم که به نتیجه کامل تر برسه. مثلا شما صحبت که میشه میگه کمی از جمله فاکتورهایی که قبلا خیلی بود بحث همین خشونت علیه زنان بود، درست شد؟ شما مثلا خشونت علیه زنان در هرات مثلا با خشونت علیه زنان مثلا در یک ولایت دیگه در نظر بگیریم آیا با همدیگه یکسانه؟ مقایسه میکنه. شما مجبورین یک تحقیق اونجا انجام شده، شما از اون تحقیق استفاده کنید، نقاط مثبت و منفی از اینا یا نقاط ضعف و قوت از اینا رو بگیم بیان کنیم. بفرمایید جناب آقای دکتر. جناب استاد در ارتباط با پیشینه گفتید ما دو چیز داریم در آغاز تحقیق، ما پیشینه داریم که به بعض جاها میگه چی بررسی ادبیات تحقیق،
بررسی در تحقیق دقیقه باید از این اعتماد بفرمیم این موضوع که ما انتخاب کردیم یا این مسئله که میخواییم تحقیق کنیم این ارزش تحقیق دار نداره در مقایسه با تحقیقهای دیگه بعد تکراری نباشد مثلا دستاور باشد خب ما مناشار میکنیم تحقیقهای دیگه نگاه کنیم نکنی که رایج من خیلی وقت مقالات دوستا ببین می نویسه که در این زمینه کارهای زیر صورت گرفته فقط عنوان می نویسه این کتاب نوشته شده، این مقاله نوشته شده، این مثلا پایان‌نامه نوشته شده در حالی که درست نیست در اونجا باید بررسی به گونه‌ای باشد که بگه آقای فلانی در کتاب خود در فلان جای این رقم گفته آقای فلانی در فلان مقاله این رو بیان کرده باید رفرنس بده که مثلا هم لب مطلب رو در اونجا ذکر کنه و هم رفرنس بده و ما که می‌خوایم کار بکنم خلاصا از یک زاویه دیگر ما می‌خوایم این کار نه یک چیز نو اینجا ایجاد بکنم که تفاوت یا در واقع اما جدید بودن موضوع اهمیت موضوع اینجا برجسته شده این در قسمت آغاز میاد در آغاز تحقیق در پایان که اشاره میشه در ختم اونجا مناقشه است به نه یا عنوان مناقشه بعد نمیذاره بعد نمیذاره اونجا خب بیاره مثلا یک گذری بر تحقیقات قبلی انجام بده میگه فلانی گفت فلانی گفت فلانی گفت مدت بر اساس دلایل تحقیق ما این دیدگاه درسته فرض کنیم ما میسنیم بس اینجا پیش اومد که مثلا روش های حل منازعه خب وقتی یک تعداد زیاد می تاکید میکنه میگه آقا در امور جنایی صرفا و صرفا محاکم رسمی عدالت جزایی رسمی صلاحیت داره در واقع رسیدگی به دعوای جزایی در صلاحیت انحصاری و ذاتی دولت هست محاکم دولتیه نباید بقیه ورود پیدا کنه در حالی که وقت ما تحقیق میکنیم میبینیم که در حل مناظر میانجیگری نمی شورا جرگه و انواع اقسام دیگه عدالت تمیلی وقت مطرح میکنیم میبینیم نه در کنار عدالت رسمی این میتونه عدالت غیر رسمی مفیدتر باشه خب در اونجا خب تحقیقهای صورت گرفته ما میام اینجا استدلال میکنیم بیان میکنه یک مناقشه صورت میگیره تمام دلایلی که یا بخش عمده از دلایلی که عدالت رسمی رو تاکید میکنه اونجا ذکر میکنیم بعد میگیم که آره اینا اینطوری گفته بود اما تحقیق که ما کردیم نشان بهتر است بعد دلایل خمس ذکر میکنیم اینجا یک مناقشه صورت میگیره دو تا فرضیه یا دو تا دیدگاه رو اینجا مطرح میکنیم در عرض هم باز برای اثبات دلیل اقامه میکنیم بر اساس تحقیق صورت گرفته این نکته ای که میخواستم سال یک هم در رابطه به روش تحقیق توی این سلاید تبری بحث هم که در نهایت هم بشن در مورد روش تحقیق بدن قبل از نتایج روش تحقیق بس روش تحقیق ببینید در بحث روش تحقیق ما گفتیم که معمولا شما نگاه میکنید که آیا تحقیق و مورد نظر شما تحقیق میدانی یا کتابخانی اگر تحقیق های میدانی باشه معمولا تحقیق های نظریه که شما به کتاب و با مجلات و با مقالات دیگه که مراجعه میکنه با هم دیگه میمونا رو بحث میکنه ولی اگر تحقیق میدانی باشه معمولا یا از پرسشنامه شما استفاده میکنیم یا از مصاحبه استفاده میکنیم یا فیلم و امثال از اینها استفاده میکنیم و معمولا در جامعه ما چیزی که زیاد هسته ما میگیم پرسشنامه استفاده میگیم پرسشنامه لیکرس یا لیکردی که ما میایم بر اساس از اون نمونه گیری میکنیم تعداد از اونها رو مشخص میکنیم بعضی در قابل جامعه پخش میکنیم که میگیم یه تعداد باشه باز اطلاعات مورد نظر جمع آوری میکنیم بیشتر ابزارهای یا کسایی که مثلا کامپیوتر ساینس میخونن از ابزارهایی که دارن مثلا سافتویر هایی که استفاده میکنن بیشتر بر اساس از اون کار انجام میدن یا دیگه کسایی دیگه در زمینه تبابت هم به زمینه کیفی میتونن کار انجام بدن هم به زمینه کمی میشن کیفی معمولا مثلا افراد هستن زوجهایی که مایل ازدواج بکنن مثلا یک پدیده بیماری که در شهر هرات مشمول خیلی زیاد شده حالا به شفاخانه حوزوی که شما میرین به بخش اطفال تالاسمی زیاده تالاسمی از جمله بیماری های ژنتیکی معمولا 90-97% ژنتیکی خیلی کم مثلا شما گیر بینه که بر اثر موتاشن یا جهش هایی که باشه در جاهای اتفاق که ما بر اثر همین مواد منفجره یا رادیواکتیو مگر باشه اتفاق افتاده این مثلا شما میه تحقیق کیفی انجام میده میبینه که پدر مادر چه مدت در مورد از این بیماری میفهمید آیا اطلاع داشتی یا نه قسمت بعدی در زمینه اصلاح ژن ها که بعد میه تحقیق کمی میشه دیگه اینا این تحقیق کیفی نه شما برتن به یک قسمت دیگه شما اصلاح ژنتیکی بعد میه از انجام میده و معمولا در افغانستان این کار انجام نمیشه یا مگر به کشور مثل پاکستان بره مراجعه کنه کشور مثل ایران باشه کنا ابزارالات داشته باشن که این کار انجام بشه شما اینا رو میبینید هیته یا حوزه خود مشخص میکنه که مثلا چه کار انجام میده مگر حوزه مورد نظر شما تایبای میدانی باشه معمولا افورسشنامه اولین چیزی که شما استفاده میکنید استاد یک سوال در ارتباط به تحقیق کمی یا تحقیقاتی که میدان صورت میگیره مشخص شده در این مجلات که مثلا مصاحبه بهتر بار علمیش یا پرسشنامه دقت نمیکنه یک سوال دوم دیگه این که ترکیب از این دوتا هم پروسه مروج هست یا ترکیب این دوتا هم مروج ترکیب این دوتا هم مروج اینا اتفاقا در کشورهای ما شما یک مدت پرسشنامه
اهمیت یا ارزشش کمتر به خاطر از اینکه میگم که شاید فرد مورد نظر خود هر میگه چیکار کرده باشه دیتا میکینگ شده باشه دیگه اما حساب مشخص داره که مثلا این پرسش نامه باشه چقدر باید توضیح شه اگر مسائلی در این مسئله بگیره با چند تا مثلا شما جامعه آماری خود رو که مشخص میکنین از یک فرمولی در مورد سامپلینگ یا نمونه گیری از روی از اون تعداد رو مشخص میکنی که مثلا چه تعداد پرسش نامه مثلا شما انتخاب بکنید اینه اگه شما مثلا پنتونی یا نهادهای علمی خیلی گسترده باشه قاعدتا همون دامنه شما وسیع‌تر بشه اینه این رو از این فرمول کاملا برای شما مشخص میکنه که مثلا تعداد چند نفر شما انتخاب در مصاحبه هم در پرسش نامه یا نه در پرسش نامه معمولا کار در مصاحبه معمولا اون دکتری هست که شما با کسایی که خبره باشن با کسایی که صاحب نظر باشن بیشتر نظرات اینا رو میپرسین مثلا گروه بیشتر اهمیت داره شما از مردم عامی اگه خواسته باشه نظرات بپرسیم شاید درون چندان جالب هم نباشه این هم پرسش شما بهتر باشه ولی کسی که اهل علم و اهل خبره و اهل دانش باشه او باید تا میتونه نظرات رو مفیدتر برای شما بده و میتونه بهتر باشه البته پرسشنامه که از یک موضوع است که شما سوالاتی که مطرح میکنید به همون رو میرسیم چون بسته یه دیگه در بحث پرس مصاحبه شما همونطور که با کسایی که اکسپرتن و ماهرن و حرفه‌ای ان میرین حتی بعض سوالا شما پاسخ داده میشه که شما انتظار نداشتیم یا بعض موضوعات باز میکنه از لحاظ عمقی بسیار عمیق جرفای گیرش اطلاعات بسیار عمیقه بعضی وقتا هستی که مثلا سوالی که شما مطرح میکنیم فرد مورد نظر تمایل به جواب دادنی هم نداره دی هستی میتونه با پرسش نامه جواب خاصی ما میگه ولی به این مصاحبه که هست دست شما واتر دیگه میتونه در خلال صحبت از اون سوالات شما مطرح بکنه داشته باش معلومه دی هست استاد خیلی معذرت تذکر خود پیشینه تحقیق در همون اثر علمی اثر تحقیقی تا چه اندازه میتونه میزان خطر تشابه انگاری در سوی دارا کم بکنه یعنی ما وقتی اثر تحقیق میکنیم گفتیم که نباید چیزی شبیه رو مثلا باش نه در دیگر آثار علمی و اگر ما خواسته باشیم پیشینه تحقیق در مثلا بومن جانب در اثر تحقیق آیا این میتونه خطر تشابه انگاری من برای شما گفتم که شما زمانی که میایم ارجاع بدیم برای از اینکه ریفرنس تهی میکنیم همون متن رو در داخل از انتخاب میکنیم اگر جمله معلوم بود مشمول میکنیم اگر مشمول بود معلوم میکنیم از کلمات مترادف استفاده میکنیم در پیشینه تحقیق بعد ما مکلف برای کار بخونیم در بحث چکیده و مقدمه بود نه چکیده که اصلا به هیچ و شما از اون استفاده نمیکنید چون فقط کار خود شما اینه در بحث همین مقدمه شما باید کار انجام بدید یعنی مستقیما از اینجا کپی پیست نکنید اینجا بگید بود در پیشینه تحقیق اما مقدمه که میگه همون پیشینه تحقیق هم شامل میشه دیگه اپیستمینی که شما ما میگین که کارهای انجام شده کارهای فلانی بوده برای اون ارجاع بدیم سایتیشن بدیم یا برای اون رو به عنوان بگین ریفرنس دهی بکنیم در اونجا شما ادبیات از رو عوض میکنید این همون جملات است با ادبیات خود خوب بیان میکنید این میشه میزان مشابهت رو کم تر کنید اگه به اون صورت مستقیم باشه قاعدتا اگه اونا چک بکنن مقالش رو بکنن که رد میشه اینا میگن که از پیشینه تحقیق تذکر پیشینه تحقیق نمیتونه از بدن مقدمه جدا بشه نه دیگه اینا با هم دیگه یعنی اینا با هم دیگه میشه مقدمه که میگیم پیشینه تحقیق هم در مقدمه میه گنجانده میشه که شما میان در مورد از اینکه این کارها قبلا انجام شده هر ما این کار انجام بده یعنی شما قبلا کارهای مشابهی که انجام شده کنار هم دیگه قرار میدیم البته ارتباط ما بین از اینا خیلی مهمه که ارتباطش بشه بعد از در آخر رو میگیم که شما ما این کار انجام بدیم گفتون که بسیاری میداره که شما در دو قسمت میگیم ابتدا مثلا اهمیت کار خود رو بیان میکنیم یا ابتدا کارهای دیگه انجام شده بعد از باز میگیم کار خود رو بیان میکنیم این بسیاری داره که از کدوم رو شما پیروی میکنیم خب بحث بعدی ما شما در مورد نتایج کانکلوژنه اینجا نتایج تحقیقاتی که می‌دهی برای ما شما میشه که یه مورد ارزیابی قرار بده که مثلا این نتیجه گیری کارهایی که ما کردیم یا نتایجی که به دست آورده بودیم اگر کسی که SPSS کار کرده باشن قاعدتا شما می‌بینید که جدول برای شما میده علاوه احصائیابی برای شما جدول میده اوسط میده انحراف معیار میده کوارتل ها برای شما میده پرسنت ها برای شما میده دیکیت ها برای شما میده مود و میدیان برای شما میده انحراف ها و واریانس برای شما میده اگر خواسته باشیم باز مثلا گراف ها میتونیم بکشیم که هیستوگرام بکشیم اینا میتونیم سیرکل دیاگرام بکشیم یا مثلا دیاگرام های دیگه مثل هندسی باشه که بکشیم یا میله ای باشه امثال از اینها باشه یا قسمت بعدی که از این نتیجه میتونیم به دست بیاریم اینه که شما اونجا مقایسه بکنیم تست هایی که ما داریم تست های مختلفی که داریم که بیار کردیم اینا میتونیم انجام بده برای اونا اونا بحث نتایج میشه که این نتایج در اختیار ما میذاره که میگیم این نتایج ما به دست آوردیم
این نتایج به دست آوردیم. حالا ما میایم این نتایج رو بیایم بیان بکنیم. معمولا رو گراف شما نشون میدن، گرافایی که داریم اینا رو بیان میکنیم، یا جدولی که مربوط به ریاضی نوشته جدول میایم بیان میکنیم که این جدول جدول‌های اسایوی یا نتایجیه که ما از این پرسشنامه بگرفتیم و این نتیجه کارمونه. قسمت بعدی که هست ببینیم اینجا یک بحث دیگه میشه در بحث نتیجه گیری که هست که ریزال اندیسکاش هم بگیم یه اهمیت داره که شما با کارهای دیگه که آقای دکتر کموته گفتم اونا رو بیان بیان کنیم، مناقشه کنیم اینجا، یعنی دلایل خوب بگیم. در کارهایی که ما ساینس انجام میدیم ما میایم یک جدول میایم بیان میکنیم، میگیم این کار مثلا ریفرنس اینه، این کار ریفرنس اینه، این کار ریفرنس اینه، این کار ریفرنس اینه، کار ما اینه، کار خود میایم با اینا چیکار میکنیم، مقایسه میکنیم، میایم نتایج کار خود رو یا همو نقاط قوت کار خود خود میگیم. در کارهایی که علوم انسانی هستن قاعدتا شما نظرات مختلف میگیم، ولی نظر خود خودم میگه که ادله محکمه پسند باشه اونم بیان میکنه، میگم نظر به این میشه این هسته. حالا اینجا شما با اسبانی از میشه که فرد مورد نظر خود بیای تصمیم گیری بکنه که آیا دلایل شما بهتره یا دلایل است. شما قرار نیست فرد مورد نظر رو متقاعد بکنه، بلکه فرد میگه از اون مطالب شما خودی رو بفهمه که کدی که ادله محکمه پسند و بهتری هست. با خاطر شما اگه دقت بکنیم فلک همین صنعت سینما هم داره به یک سمت میره، فیلم هایی که اینا میسازن بعضی وقتا فیلم هایی هسته که آخر یار معلوم نیه که چه کار میشه. شما نگاه میکنیم داره شما واگذار میشه، من که دوستان با فیلم نگاه میکردیم دقیقا همیته بود، آخر فیلم که بشده که چه کار شد آخر یار هیچ معلوم نشده که اینا همین تو واضحه که آخر معلوم نشد. گفتم ببینید اینجا گفتم همون فرد مورد نظر طور به جزو گذشته، طور به جزو گذشته چه تصمیم میگیرم، یک تستی برای شما میگم، یک کیسی میگم ببینم نظر شما چیه. اینا شما بر فرض بگیرید راننده یک قطار یا یک ترامواه، این قطار مورد نظر حرکت میکنه میره سمت جلو، این قطار مورد نظر در مسیر شما 5 نفر کار میکنه، شما نگاه میکنید که این قطار بریکای چیکار شده، خراب شده، بریک نمیگیره، نگاه میکنید کمی جلوتر یک مسیر فرعی هم هست، یک کارگر اونجا کار میکنه. به نظر شما آیا شما بین 5 نفر رو بذیر میکنید که در مسیر اصلی بودن یا مسیر خر عوض میکنید یک نفر رو بذیر میکنید؟ 5 نفر رو بذیر بر بالای پل استادیم همین شرایط هم هسته، میبینی که 5 نفر رو نمیبینی، یک نفر رو میبینیم. الان به یک خود خور که میگیم آدم سبک وزن، اگه جلو رو قطار بندازیم شاید قطار بند نه، اما به پیش ما نگاه یک آدم سنگین وزنه، میگم اگه ایر بندازم چه قطار بند میشه. الان به نظر شما اور مندازیم یا خود خور مندازیم؟ نه از اون هم سرداز شرح یک اور مندازیم بخاطر اینکه یک چاختر یک لاغرتره. اون فردی که بیگناه بود اینجا کار میکرد چرا اور میزنی؟ یک کار دیگه که گناهکارا چرا نمیزنی؟ اون یا خود بی بود که 5 نفر یک چه فرقی میکنه؟ هر که بحث از اینه که جان تو اینجا مطرح میشه، اما اونجا بحث از اینه که جان از یک نفر که رو کار نمیکنه اونجا دیگه راکار نیه. اگر راکار باشه که هیچ کدوم نردن کو بهتر میگه، اونجا راکار نیه، راه نداره. اگر یک رو انتخاب کنی اینجا که بحث بیگناه میشه که از بالا میندازونی، بحث عدالت پیش میاد که میگی بیگناه، ولی اون فرد مورد نظر که بیگناه به اون مسیر کار میکنه اون میگه میذاره 5 نفر رو میذاره کدی که به عدالت نزدیکتره. یک کیس واقعی و در دوران جمهوریت یک تیمی از آمریکایی‌ها برفتن به مناطق مرزی قبیله بله من تمام هم بدم باز بعد ادامه بدم استاد اون مسئله که بیشتر دادیم که به ارتباط فیلم ها بود من فکر میکنم دادا و اتفاقات و حوادثی که در فیلم بوده اشخاص میبینن بعد تصمیم بوده شاید در آخر دعا کرده باشه نتیجه بری از اینا منطقی مسئله که زدیم اگر یک نفر باشه یا 5 نفر هیچ معلوماتی از قبل وجود نداره تا تصمیم گیرنده بررسی مشخصه. اگه حادثه آنیه این نمیشه با مقایسه کرد.
ببینیم ذهنیت اینه که نه که بحث مقایسه دش بشین که قیاس مال فارغ باشه، بحث صحبت اینه که شما تحت همون شرایط کدی تصمیم گیری شما درست‌تره. ما درست بودن تصمیم گیری دیگه مد نظر قرار میدیم. اینا درود و سلام اینجا یاد قاعده کورسال و تنیفتار احمد شرعی جان سوار آدم مقصد بسند و آدم اون برسه با خب من میگم در راز دینی میگم من که میکرم حالا اگر ما بنابر همین قاعده هم انتخاب کنه گزینه دو میکرم دو یک نفر خب قرآن میفرمه من احیاها فکرنم و احیا ناس جمعی ها و همچنان باز میگه هر کس یک نفر به قطع مواجه کنه بیاد خود انسانیت از بین برده خب که خود این جان رساری بکنه خود بر درام مسیر قرار بوده تا اینکه دیر قضا به جان شیری نره بکنی کار انجام بده بله بالا پر بود میتونه دیگه نفر من در مورد اون فیلم هم برای شما بگم ببینید یک فردی بود که رفیق از یک قتل میکنه روش فیلم میفرا قتل میکنه اینا اتفاقا رفیق از یک امیر حالا که زنده نه رفیق میره به دنبال کار میمیرتی که این رفیق رو از قتل نجات شده از بازای روزگار امیر رفیق و قاتل از یک در زندان هست همشیری داره تشویق و سیبا شده بعد بهتی روزگار این کمشیری از این مقبول اینه در حین کار که هسته این دختر داری از این بچه چکار میشه؟ علاقه من میشه اینه بچه هم برای دختر چکار میشه؟ علاقه من میشه پدر مقتول چکار میکنه؟ میگم من دختری دارم که کاملا از دست و پا فلجه حرکت کرده نمیتونه بنال اگه تو خواسته باشی که من رفیق تو ببخشم باید بیای با این دختر به ازدواج کن فیلم همینجگاه خلاص میشه شما کدی که انتخاب کنید حدید درسته اگر حدید درسته اگر درسته الان بس اینه که شما آیا بینیم خوهر قاتل انتخاب میکنیم قاتل اعدام بشه اگر این دختر انتخاب بکنیم قاتل اعدام نمیشه کدی که دختر انتخاب میکنیم خوهر اعدام بکنیم استاد اگر دختر خلال جمعی انتخاب بشه دو آبادی میشه یکی روی که مثلا فلاجه نه به لحاظ انسانی میگیم که صاحب شوهر و خانم کشانه میشه و اون شخص هم از زیر شوبه دار خانم او قاتل باید من میگم قرار اگه بسیدی به انتخاب شما داره دیگه اینجا دیگه فیلم کلاس میشه انتخاب شما شرطی که کدی کرد انتخاب قتل هم بگه آقا که قتل هم میده حتما طرف ادام میشه قاتل ما داره میگه میگه دولت میگه تو قاتل هم دیگه دی ام پی رو قبول نمیکنه میگه حتما مگر ادام میشه میگه که یک گروه از طالبان اینجا میامدن یک نفر از قمانداران از اینا خودی 100 یا 150 نفر مسلح این قضیه که اتفاق افتاده برای شما میگم یعنی عینی به افغانستان اتفاق افتاده میگه در همون این بوده که یک دسته گوشتچران میامدن این قضیه رو کی مطرح میکنه عدالت چه باید کرد دکتر مایکل ساندر در کتاب خود بیان میکنه اینو به نام که عدالت چه باید کرد کسی که علوم سیاسی خوندن کتاب خوب میشناسن دکتر مایکل ساندر می به عنوان کتاب درسی تدریس میکنه کتاب خیلی خوبی هم هست اینا اگه فرصت بدین بخونید میگه مطرح میشه میگه این بوسچران میگه دو نفر چطور هم خودک بچه خوب اینا وارد میشن الان اینا که وارد میشن ما این چکار کنن میگن که خب ما اینا چکار کنیم اینا اگه برن داخل دی ما لو ندن یه اتفاق میتیار میگن اینا خودم دیگه شور میکنن میگن دست پز اینا بسته کنه میگه تنو نیوردم خودی خود خود میگه تنها گزینه ای که باقی بمونه اینا رو بکشیم این چند نفر رو بکشیم که این اطلاعات ما رو به داخل دی برای اینا نگه ما بین از اینک درگیری میشه بعضی میگن بکشن بعضی میگن نکشن رای گیری میکنن رای بری میشه که نکشن رای بری میکنن که چه بشه نکشن اینا رو یله میکنم برم یله میکنم یک ساعت بعد 150 نفر چهار طرف از اینا کاملا میگیره اینا و دیگر اینا درخواست کمک از پایگاه خون کنه یک هلیکوپتر خود 16 نفر میایه سه نفر از هم کشته میشن هلیکوپتر هم چپه میشه 16 نفر دیگه هم کشته میشه یعنی در مجموع میشن 19 نفر اینا کشته میشن میگم الان یک سوال برای از این استوارد ای پیش آمده آیا اگر این سه نفر میکشتم جان از اون 19 نفر زنده میمون؟ نجات پیدا میکرد؟ که سوال دیگه مطرح این میشه آیا این سه نفر بوسچران ها یا چپون ها خود ما برفتم با رغبت خود خو این بیان کردم برای طالبا یا تحت فشار طالبا دیدم که اطلاع کردن الان کدی که از ما درسته؟ میبه سوال میشه دو این صورت میشه که بعدا میمانه که کدی که از ما به چه صورت؟ در مورد عدالت هم جناب استاد ما داره دیدم که اگر قاضی به حال
راه هست ثواب که یکی دیگه را کرده است، عدالت که یکی تمید شاید اگر آمد و قاضی به خطا رفت در اونجا هم برای گناه اینیه چرا جنوب باید تلاش خود کرده زحمت خود برای کشیده در همون مسیر را ولی در اون جمع مثلا بحث دفعه که گفتیم دست رو شخص دید او باید تصمیم بگیره کدوم را انتخاب بکنه برها یعنی هر دو برای از او شخص چون غیر از او دیگه سرنشین های هم بوده که به نجات از اونا باید اون تلاش میکرده یعنی اگر کسی در یک مقام قضاوت قرار میگیره همون آنن تصمیم قطعی خود هم انگیره همونی که خود همون شخص بگیره و حالا این ملاک مهم هست فرق نمی کنه که یکی انتخاب کنه یا پنج انتخاب کنه منطقی ترین راه همینه که خود همون فرق خب اما بس همینه شما مثلا یک تعداد میگن یک تعداد دیگه همه لگه میگه شاید بگن پنج نفر با بجا پنج نفر اشتباه کرده همینجور که استاد شد انتخاب ها و اون چیزی که تعریف میکنه این متفاوته امیدوارم هر دست پنج دید خود خود میگه اونجا که میگم اون نفر تصمیم گیگیره که اینا رو آزاد بکنه تصمیم عقلانی درست بوده اما او باعث بارزی شده که 16 نفر دیگه هم چیکار بشه کشته بشه میگه ما حالا قضا و وجدان پیدا کردم که کدی که از اینا درست بوده آیا اونا رو میکشتم آیا آزاد کردن بوده آیا به زور بوده آیا به رضایت بوده کدی که از اینا درست بوده او نمیفهمه این سوالی که مطرح میشه آدم رو به چالش میکشه که جواب بده دنبال خب بگید شما استاد اگر اجازه باشه از قطار بیرون چیم استاد این یک مشکل که اکثرا داخل دانشگاه ما هست اصلا شما مواجه شدن یا دیدین بس سنجی یا احسایی و آمار مضمون ناخوشایند است مضمون خشکه و چندان علاقه هم ندارن و اکثر دانشجو در از ضعف هم دارن بلخصوص ما افغان ها که در دوران کارشناسی یا در دوران لسانس یا درست درساده نشده یا خلاصه مشکلات بوده درست یاد نگرفت یعنی بیس و پایه ما ضعیفه و در تحقیقات علمی هم 100% به کار می و بعد او اندازه او اشراف داشته باشیم تا بتونیم درستی به تحلیل کنه بر اساس دادهایی که ما بدن با خود از این مشکل چی رقم جور بیاییم چی رقم کنار بیاییم از طرف نیازه از طرف دیگر لسانس خوب نبوده یا اگر دوره ارشد دارم خوندیم چندان کلد مؤثر واقع می شده واقع نشده من یک چیزی برای شما اهل ذکر این کلتور را تعلیم اهل ذکر من یک چیزی برای شما بگم آقای دکتر حسین هستن ما به پنتون جامعی بود یک هفته قد داشتیم ای بحث یا اسیه یا نرم افزاری که SPSS باشه یا EVUS باشه یا استاتا باشه امسال از اینها اینا به یک هفته نمیشه واقعیت شما من همیشه باید به چهار مثال بزنم یا شما فرض بکنیم که ما این خجافز بکنیم آیا اگر الفبی رو یاد بدهشی باشم خجافز میشه بخون آدم؟ یه ممکن نیه درست شد اینا من مثلا با خود من موضوعی که درس میدم که از موضوعی که به طب درس میدم با یک کیمیستری برای طرف مقابل میام میگم که همه جدول دورانی الفبای کیمیاییه بعد از اون میام میگم 3-6 اشتوازه و 6 میشه گلوکوز اگر یه دیگه مثلا در مجاورت انزایم قرار بگیر برای مونی فان گلیسر الده هایی میده به اضافه دای هایی روکسی استون میده این رو بریم بیان بکنیم در گلایکولیز میشه این میشه بیان میشه حالا طرف مقابلی که کاربن رو یاد نداره چند تا رابطه داره و توقع چی داره مثلا توقع چی داره من یه چیزی به شما بگم تیموری صاحب هسته به سرسیم فضل درس میدادم زمانی که بیادم بحث آمین اسید ها که از این میگوت اتم تریپتوفان میتیونین ریزین فینیل آلانین آلانین دیگه به شما بگم گلایسن امثال از اینها بگم تنها جمله که اینا برام گفتن چی گفته باشن این هوا از زبون شکنکا نکن به خودم همین جمله برم گفتم این هوا عزیز زبون شکنکان هایی بودم حالا بحث صحبت همینه شما به یه بری شما برو کنم دانشگاه هر کاری که بکنه زمانی که دوره معارف ما ضعیف باشه هیچ کاری ما نبوده استاد یعنی یکی اینه که مثال که شما دادم کس خداحافظ از رو میخونه یکی اینه که مطلب در کنی که خداحافظ چی میگه حالا این جدولا ما هم بیدیم دارم کارشناسی ارشد داخل پایمان کار کارم کردیم از به چای ایرانی کمک گرفتیم ولی زبان ریاضیکی از اون فهمیدن مهمه با خود تیز و تحلیل تحلیل زمان میدید که خودم چیز رو بفهمه درست درست میدید یک مرکاش به اینه که کورس چیزی باشه که از ابتدای یک فرد توانمندی باشه که بیایه بگه بیان کنه بعد از این نرم افزار رو هم در کنار از خودش میکنه جناب استاد خیلی مزد دو بخشید وقت ما تقریبا ساعت 12 شده اگر مباحث دیگه مانده ادامه بدیم همین قسمت دیگه هم مونده باشه واسه فلان صرف نظر کنیم این کالا جامعه ما مشکل داره ما این برنامه یاد با یاد بگیر خیلی واضحه فلان بس موضوعات اساسی تر چون سیگنال رو چون تمرکز سر این موضوع من این قسمت رو کم بود از خاطر
بحث بعدی ما شما تقدیر و تشکر با خوشم گرد بزنیم باشه. بحث بعدی ما تقدیر و تشکر معمولا در دست تقدیر و تشکر که اکنالجمنت ما میگیم صحبتی که اینجا میشه کسی برای شما کمک کرده، مؤسسه کمک کرده، نهادی کمک کرده، دانشگاه کمک کرده، هر کدوم که کمک کرده اینجا نامی از این میبریم از اون تشکر میکنیم. این قسمت تقدیر و تشکر که از این استفاده میکنیم اونجا نام میبریم. مثلا دانشگاه جامی بوده، قالب بوده، دولتی بوده، حریوا بوده، آسیا بوده، هر کدوم از اینا بوده شما از اونها تشکر میکنید که همین زمینه برای شما فراهم کرده تا کار تحقیقاتی رو چیکار کنیم انجام بدیم. این بس بحث تقدیر و تشکر میشه اینجا که میبینیم مطرح. بله بله بعد از اینا میشه الزامی چه باید داشته باشیم اتفاقا بیشتر اتفاقا جو در این مواردی که حتما مگر داشته باشیم شما اینه استاد از تشکر معمولا در اخیر باید باشه بله در اخیر باشه تمام مقالات یک بخش اکنالجمنت داره قبل از ریفرنس شما نگاه کنم به این خاطر به شما میگم هر کدوم شما که هستیم آیا کار تحقیقاتی خود یک نهاد یا سازمان انجام بدیم یا نه شما قاعدتاً حتی خودی هیچ نهاد یا سازمان انجام نمیدیم آیا پرسشنامه خود خود میبریم اونجا پخش کنیم یا نه به خاطر همون مجبوری شما از اون تشکر بکنیم که دقیقا همین زمینه فراهم کردن شما پرسشنامه خود خود بیاریم اونجا چون این وابستگیه نمیشه که شما بگیم اون که اگه بگیم که تقدیر تشکر نمیدیم یک چیزی خود شما در پایان‌نامه همونه در اول در پایان‌نامه ها درسته در مقالات آخر سر شما انجام میدیم مثلا قبل از بعد از نتیجه گیری میینا بعد از نتیجه گیری میینا به این خاطره که شما مثلا با نوستر سوال بیده برای از یک استادی بپرسید مثلا با شما جواب نید خواستین که دلیل قانع کننده او استدلال قانع کننده تر به شما میگیم شما مجبورین که استاد از ما پنتونه بیم از او تشکر بکنه حداقل اگه اسم استاد نمیگم اسم همون نهاد رو مگر بگیم شما کرد اونا بیامدن خودم همکاری کردم اونی که میبینه اونجا که میفهمه که شما به خاطر اون نهاد اسم از دور بردیم مثل از اینکه شما بعد مطلب به فیسبوک میگذاریم مخاطب خاص داریم بگه میفهمین که مطلب برای کی گذاشتیم او طرف میفهمه باید این قسمت رو داشته باشیم در کارهای تحقیقاتی باید باشه قسمت بعدی مال شما مراجع مال شما ریفرنس دهیه ریفرنس دهی هم یکی از مهمترین قسمت های معمولا ریفرنس دهی ما بیشتر به صورت کدگذاری میکنیم عدد مثلا اونجا میگیم شما اگه میگم نرم افزار مندلی با برای شما آخر سر بشون بدیم برو لپتاپ خود دار میرم نرم افزار مندلی داشته باشیم هر جا که پاراگراف خلاص میشه همونجا قوسک بکنیم عدد بزنیم و برو از کلیک بکنیم جا در جا به قسمت ریفرنس اضافه میکنیم یعنی نیازی نیه که این کار انجام بدیم این خیلی کمک میکنه مخصوصا کسایی که ما مقاله های الزویر چاپ بکنه مقالاتی که به الزویر باشه چون این نرم افزار یا این مندلی فقط مخصوص الزویر مخصوصا برای از این کار انجام میشه اینا این کار میتونیم کار بکنیم قسمت بعدی ما شما زمینه یا اپندیکس این قسمت مورد نظر بعضی وقتا هست شما نقشه ای داریم گرافی داریم تصویر چیزی داریم در متن شما جایی نیه اما برای بیان کردن مطالبی که داریم کمک میکنه حالا ببینیم یک بحث دیگه که مطرح میشه معمولا اینه که از شما میگم که ایمیجینگ ابسترکت باشه ابسترکت های تصویری شما داشته باشه یعنی علاوه بر اینکه یک شکلی داریم که به صورت می‌رسیم برای شما میگه یک ابسترکت تصویری هم شما بیاین برای ما بیاین بیان بکنید الان ابسترکت تصویری که شما نمیتونید که بگه اون داخل مقاله شما باشه این مجبوریم به بخش زمینه چیکار کنیم اضافه کنیم که بتونه همون مراحل کار مورد نظر شما رو توضیحات بهتر بده که فرد مورد نظر از رو تصاویر بفهمه که چه چیزی خوبه و چه چیزی خوب نیست و شما چه کار تحقیقاتی به چه صورت انجام دادید این میتونه بیان کننده از این باشه که کار انجام بشه یا بعضی وقت بعضی اطلاعاتی که شما داریم اطلاعات دیگه‌ای که می‌گیریم یا جدول‌هایی که می‌گیریم برای اینکه کار خود بتونه بهتر بیان بکنه شما میایم اونا رو به بخش زمینه چیکار می‌کنیم اضافه می‌کنیم اونجا که باشه بهتر بفهمیم جناب دکتر در مقالات که هست ژورنال‌ها جداول اینا ذکر نمیشه خب در زمینه میشه که اینجا ذکر کنیم رفرنس بدیم اونجا به شکل که از اون برنامه‌ای که شما گفتین استفاده کنیم که مستقیم اونجایی که ما تحقیق خود بیاوردیم برآوردار همه شهر هدادی اونجا مستقیم اونجا مرجع بزنیم و آخر روز زمینه برای جداول بیاره خب اون جداول نمیشه این جداول منظور ما اینه که شما خیلی بینید بعضی وقتا هست که یک سری گراف ها یا نتایجی داریم که اینا بیاماده استفاده میکنم به داخل متن. در تحقیقات شما اگه دقت بکنیم بعضی مقالات هسته که متن سیوا از شما مایه جدولا و شکلا را شما سیوا مایه اما در کنار از این یک سری مطالب دیگه کامل کننده داریم که میتونه تکمیل بکنه بیانات شما را شما کتاب بدید باشیم مثلا یک مطلبی بیاماده بیان کرده به خاطر از اینکه بفهمیم با آخرم بیاماده او زمینه میکنه و مبسوطتر شرح میده این جزء کتاب نیست اما به خاطر از اینکه شما بیشتر بفهمید این کار انجام بده اکثر کتابای تکست که داریم اینا هسته کتابایی که مثلا آمریکایی باشه معمولا دارن
اینم شما به خاطر از اینکه فهم بهتر و بتونیم مطلب بهتر بفهمونیم اونجا اضافه میکنیم. این کار میشه و این باعث بالاست میشه که فرد اونجا مراجعه میکنه ببین جدول ها را که به زمین میبینه اونجا میفهمه که مثلا کارش رو این کار را انجام بهتر میشه. این میتونه در فهم بهتر از اونا کمک بکنه. وقتی ما آقای دکتر ما در کنار این همه معلومات که وقت گرفته میشه قضا هم میدید چاش قسمت بعدی که هسته انتخاب مقاله یا انتخاب مجله که هسته این برای روز آخر شما نه اینا باشه اگه احیانا اون نفر ما از سفر نامات باز می بخشی برش شما سلام استاد فقط یک سوال باشید در ارتباط با خیلی مطلبی مطلبی فرمودید چگونگی برداشت از متن شاید خیلی دوستا باشد خب حالا این مقدمه و چکیده و همه سجای خود خود ما یک سری منابع به دست ما هست حالا یا آنلاین یا مثلا کتاب وقتی میخواییم از اون برداشت کنیم و او رو انتقال بدیم در متنی که ما میخواییم اضافت رو بنویسیم تحقیق خود اینجا چرا هم پیشنهاد میکنیم و این نه فقط مستقیم و این خیلی مستقیم در این قسمت هم اگر معمولا ببینیم یک کاری که انجام میشه در بحث تحقیقات اینه که ما میم نوت برداری میکنیم در مرحله اول از اون مطالبی که ما اینا نوت برداری میکنیم که اینا هسته بعد از اون میایم حالا اگه نقل قول باشه نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم باشه میایم بیان میکنیم که ارتباط ما بین از اینا یا پیوستگی ما بین از این مطالب مورد نظر مو به چه صورت است اگر نقل قول مستقیم باشه خب قاعدتا میایم فرد مورد نظر یا اون گزینه‌ای که داریم ما میایم مطرح میکنیم میگه نقل قول غیر مستقیم باشه خب به صورت مستطیل میایم بیان میکنیم میگن که او فرد مورد نظر مثلا این بیان کرده یا اون در اون میتونه یک نوده میگم که معذرت نمیفهمه به چه سر است ولی فکر میکنم که به صورت غیر مستقیم که اگر باشه ما محتویات هده یا به صورت پوشیده یا مستطیل میگیم که فرد به اون کلیت یا به اون چیزی که ما این برسه بفهمه اینا که چی هست اینا ولی در دروس ساینسی یا کارهای تحقیقاتی که ما انجام میدیم ما نقل قول مستقیم نداریم ریفرنس مستقیم میدیم بعضی قرار که بعضی کار میکنیم میایم پیام میکنیم در علوم انسانی من اگه چیزی شما دیگه میفهمید میگین که من بیشتر نقل قول مستقیم اون که عین عبارت عین عبارت با غیر مستقیم با محتوا خیلی کم باشد نقل هر چی که نقل قول های کوچکتر باشد به اندازه اعتبارش بیشتره و اندازه که بیشتر باشد یا کلانتر باشد حجم او اعتبارش می پایینه بنابراین درسته گفته نقل قول آزاده ولی او آزادی به معنا نیست که خیلی مثلا دو صفحه پشت سر هم میاره مثلا ما نگاه میکنیم به شاگردا مثلا دو صفحه سه صفحه میاره بعد یک آدرس بده این غلط هست یک نکته خیلی مهمه که مثلا جمله خیلی امتیاز داره یا لب مطلب اونجا هست و اون باید نقل قول کنم داخل پیلومه و فونتش هم کمی تغییر میکنم اون جا و جا بکنم در نقل قول غیر مستقیم هم به این معناست که ما بعضی ایده ها و پیام ها را دریافت میکنیم اتفاق نباشه که مثلا پشت سر هم ما از این کتاب از این کتاب برداریم دیگه وسطش خلاصه ما یک ملات هم از خود ما نباشه ما شکر کنم به مسئلا میگم خیلی وقتا ما تحقیقات رو میبینیم آجرای خشک روی هم میگذاره تو چند تا آجر خشک برای دیوار میخوان بخواید شده این چپه میشه باید باید کوچیک حداقل مرات از خود شما باشد که مثلا خب تو اینجا نقل قول کرده باز یک کمی از خود میاری به عنوان مرات میذاری باز یک کمی نقل قول دیگر میاری به این صورت در مجموع همین که در نقل قول مستقیم باید یک پاراگراف بیشتر نباشد و غیر مستقیم هم نباید خلاصه کل محتوا رو ما از نقل قول یک صلوات ختم بکنید اللهم صل علی محمد اگر معذرت اگه کم و کاستی استاد اون قصی گوی می شد نه یا بابا در بسته کنه معذرت باشه اگه کم و کاستی چیزی هم نداری کدایی که وقت نکرده نیست میتونم نوشته که اگه سم و امضا کنید اگه کم و کاستی چیزی بود اگه افهام تفهیم کرده نترستون بگذاری برای از شما آدم ها با دانش محمدی آدم بی سوالی میدن خواهی مستاد عالی شما مستاد یک گوگل هستید فراتر از گوگل گوگل یک قدر دقیق معلومات نمیده سوالایی که شما گفتید من یک هفته رو حفظ کردم خیلی خوب بود عالی بود نظرتون که برای شما بگم اینه مندل بی ریفرنس اون مرا به فلش بدیم که من اینترنت بزنم برای شما میاره این نرم افزار ببینید فلش رو نگاه کنید نصب کنید بسیار عالیه